مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست یا یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی باحالم. قبل از اینکه به مهمون امروز برسیم که خیلی وقت تو کفشم که بیارمش تو برنامه، مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید توی فضای مجازی با هندل @kingram میتونید منو پیدا بکنید. به زودی چند تا کنسرت داریم توی کانادا که اگر دوستاتون یا خودتون هستین هیچ کدوم از این شهرها حتما دعوت کنید. همه بلیت‌ها رو هم از kingram.com میتونید بخرین. کالگری 27 آگست، ونکوور سپتامبر 8 و 9 و تورنتو 16 دسامبر. دیگه کلی قرار موزیک جدید و قدیمی و فارسی و انگلیسی و همه چی براتون بزنیم که دیگه یه عمر ما مونده تو تایی گلون که آقا زودتر یه اجرو با بند بذاریم همه حالش رو بریم. اگه دوست داشتین کمک کوچیک من پادکست بکنید که ونمای من هست @kingram یا gofundme.com/kingram میتونید یه سر بزنید، ولی بیشترین حالی که میتونید بدید یه قرون هم نمیخواد، فقط به اشتراک بذارید پادکست رو با دوستاتون. یوتیوب هم یادتون نره الان این نسخه هم صوتیه هم تصویریه، تو youtube.com/kingram میتونید برید تماشا کنید. مهمون امروزم یه آدم خیلی باحال، اینتלקچوال، آدم حسابی، دوست عزیزم وریا امیری که خیلی وقت هی ما سعی کردیم همدیگه رو پیدا کنیم که بیایم صحبت کنیم، ولی کووید گرفت و داستان شد و بالا و پایین و فلان، ولی بالاخره تونستم یقش کنم که بیا تو برنامه باهامون صحبت کنه. وریام دمت گرم. وریام که خیلیتون شاید بشناسین مثلا از کلاب هاوس و از یوتیوبش یا از دیالوگ که با شاهین نجفی برنامه دارن، و اصولا یه آدمی مثل وریا برای من خیلی جذاب بود که بیارم توی تو بحثایی که ما تو پادکست کردیم، هلوهوش بحثایی در مورد خدا و اخلاقیات و نمیدونم خیلی بحثایی که یه ذره سنسیتیو ترن برای جامعه ما، فکر میکنم خیلی انتخاب خوب، بخصوص بعد از اینکه یه مهمون خاصی هم داشتم که اومد اینجا کلی بعد و بیرا گفت در مورد وریا. ولی وریا خودش دانش آموخته فیزیک و فلسفه است و نوازنده و مدرس تار و ستار. وریا جون خیلی خوش اومدی. مخلصم، مرسی رامین جان، مرسی، خوشحالم در کنارت هستم، ممنون. من و تو آخرین بار که هم دیگه رو تو لندن، یعنی اولین بارم اونجا هم دیگه رو دیدیم که رفتیم سینما. آره، یادم نمیاد چه فیلمی بود. آها بتمن بود. نه ده بتمن. آقا اون فیلم بد بود، اصلا عصبی کرد ما رو این فیلم. ببین یک سری از دوستای من هنوز میگن فیلم خوب بود. عجیبه، از اون فیلماست که یه عده میگن متنفر بودیم یه عده میگن خوب بود. من و تو که متنفر بودیم. آره واقعا منم هنوز تعجب میکنم که اینقدر ریتینگ بالایی داره همه تعریف میکنم. نمیدونم، یعنی اصلا حالا نمیخوام الان بریم یه کل اپیزود تو تا آخر اپیزود میتونم قور بزنم در مورد این فیلم. در ضمن وریام هندلش هست @veria.amiri تو اینستاگرام، تو توییتر هم وریا امیری، یوتیوب چنلش هم اگه وریا امیری سرچ کنید اونجا هم پیداش میتونید بکنید. V for Veritas. من اول دوست داشتم اصلا کلا یه ذره در مورد بک‌گراند خود ادیت برای اینکه گرم شیم و اینا، که اصلا تحصیلاتت چرا به اون سمتی رفت؟ از بچگی علاقه خاصی داشتی به فیزیک و فلسفه؟ تصادفی توش افتادی؟ از بچگی نم تو خانواده معتقدی بزرگ شدی نشدی؟ یعنی همین چیز برای من جذابه که میخوام بدونم پایه ها و فاندیشنی که باعث شد که تو بشی آدمی که امروز هستی چه مسیری رو سیر کردی که به اینجا رسیدی. مخلصیم. راستش من خب ما خانواده حالا خانواده‌مون دیگه، حالا پدری مادریش رو زیاد دیتیل نمیدم، سیاسی بودن، چپی بودن. بعد من از بچگی دیگه شاهد یه اتفاقات خیلی جدی تو خانواده بودم دیگه. یه سری از اعضای خانواده اعدام شدن، نمیدونم زندانی شدن، خیلی خیلی جدی بود. ما مجبور شدیم مهاجرت کنیم. من سنم خیلی کم بود دفعه اول که اومدیم انگلیس، فکر کنم مثلا 8 سالم بود، و ولی خب این ارزش‌ها و ولیاتون بود دیگه. احساس می‌کردم که آقا باید این جهان رو تغییر داد. از بچگی انگار به ما گفته بودن که آدم عالم بیعمل به درد نمی‌خوره. من بودم بچه بودم با هم سعدی می‌خوند، اینو همیشه یادم، عالم بیعمل به زنبور و بیعسل می‌مونه. این تیکه سعدی رو همیشه خوب تو یادم بود. بعد که البته من یه دوره تینیجر بودم، ایران رفتیم برگشتیم، من اونجا سکندری سکول رفتم، اونم خیلی تاثیر گذاشت. یه سری دوستای هنرمند، اهل موسیقی، اهل فلسفه اینا بودن اون دوره ور،
و من باعث شد که دوباره سازم رو جدی تر بزنم، چون بچگی میزدم ولی خب یه دوره وقفه افتاده بود. اونجا دوباره ستار رو خیلی جدی ادامه دادم و بعد دوباره تار و اینا، اون تأثیرها رو روم گذاشت. ولی وقتی که برگشتیم انگلیس دیگه میدونستم که میخوام فیزیک بخونم. رفتم و دوباره چند سالی من از دانشگاه، یعنی دبیرستان عقب افتاده بودم، دوباره مجبور شدم دبیرستان رو دوباره اینجا رفتم مدرسه دوباره، که دیگه بگذاریم یکی دو سال دیرتر از بچه های هم کلاسی های قدیم زمان بچگیم رفتم فیزیک خوندم. دیگه میخواستم فیزیک بخونم، فکر میکردم که تمام پاسخهای هستی تو فیزیکه. رفتم دانشگاه UCL، اونجا یه مستر خوندم 4 سال. بعدش خواستم برم کار کنم، دیدم اصلا رفتم واسه تو محیط کار یه مدت مفماتیکال مودلینگ و اینا امتحان کردم برای یک دو تا کمپانی، دیدم اصلا من نیستم، دیدم من اخو اصلا نمیتونم، زندگیم بمیشه پول باشه، اصلا دیدم منو ارضا نمیکنه. احساس کردم کنار یه آدمم که تمام فکرشون صبح و شب ماشین چی خریدیم و چقدر پول درآوردیم و نمیدونم کی بازنشست بشیم، دیدم هیچی. من دنبال میخواستم بریم تو پاپ بشینیم با هم، حالا که از صبح تا شب حرف پول زدیم حالا حداقل بریم تو پاپ، چه میدونم 4 تا حرف در مورد هستی و در مورد اخلاق و در مورد نمیدونم خدا هست خدا نیست این چیز، دیدم نه هیچی ول کردم. خیلی سریع اومدم بیرون و رفتم یک امفیل شروع کردم، رویل هالووی ماتماتیکال فیزیکس، تو دیپارتمان ریاضی بود بیشتر کارم، که یه 3 سالی اونجا بودم، تی ای بودم یه مدت و همون دورم دیگه شروع کردم رفتم تو برنامه پرگار و اینا میرفتم در مورد مسائل مختلف حرف میزدم، دیگه برام چیز شد. ولی فلسفه همیشه دغدغم بود، توی همون موقع هم بود. یادت هستش که بچه یاد مثلا اینکه اولین کتابایی که خوندی، مثلا من یادمه با هم بهم صوفیز ورلد داده بود، دنیای صوفی، مثلا کتابی که من بچه‌ها مثلا شاید بخونن که آشناشن با تاریخ فلسفه و اینا. سر این کتاب من یه خاطره خوب دارم، یه دوستی داشتیم آقای صدرایی، یادت که نمیدونم تو ایران، تو هم یه دوره تو ایران بودی، سال سوم دبیرستان میتونستی کنکور امتحان بدی بعد رزرو بکنی. اولا بگم کتاب کودکیم که من یادمه یک کتابی بود به نام جواو، ماجراجوی جوان، نمیدونم کیا خوندن ولی نسل ما یه عده خوندن، این اولین کتابی که یادم میاد. یه ماجراجوی برزیلی بود، بچه‌ای بود که می‌خواست بره واسکو دو گاما بشه، ولی این کتاب صوفیز بولد خیلی بامزه است، داشتم می‌خوندم غرقش شده بودم، مثلا من 17 سالم بود غرقا، بعد اصلا نمیدونستم کجام، زمین آسمونه. رفتیم شمال که من دانشگاهی که قبول شده بودم ثبت نام می‌رفتی ریزرو می‌کردی تا برای سال بعد جات نگه داری، داشتیم می‌رفتیم اون دانشگاه رو ببینیم، شهر آمل بود یادم نیست، بعد این آقای صدرای استاد دانشگاه بودونم تو ماشین بود، یه ماشین گرفته بودیم با هم، من جلو نشسته بودم تو کتاب، این آقای صدرایی هم صندلی عقب با راننده گاهی حرف می‌زد و اینا، و من دیگه اصلا نمی‌فهمیدم اینا چی میگن، فقط وسط را یادم یه جایی وایسادیم بنزین زدیم و این کارا و دیگه رسیدیم به شهر آمل، من هنوز تو کتاب بودم یادم نیست کود، اصلا همین جوری بودم، بعد یارو گفت آقا رسیدیم، بعد دیگه تموم شد رسیدیم، بعد من سرم بلند کردم گفتم که خب بریم پیاده شیم، نگاه کردم عقب دیدم ای آقای صدرایی نیست. شت. گفتم ببین، یکی از عجیب ترین صحنه‌های زندگی بود، فرض کن تو جاده رفتی، من راننده اینطوری به هم نگاه کردیم، بعد من گفتم آقای صدری تو جاده افتاده پایین احتمالاً، در باز شده و این افتاده، ما نفهمیدیم که پمپ بنزین حتما جا مونده بود، آره پیاده شده بود از که رفته دستشویی، آقا هم رفته بنزین بزنه، بعد اون فکر کرد من به راننده میگم که آقای صدرایی رفته بیرون، من انقدر تو کتاب بودم نفهمیدم این داستان دنیا. ببین بعد 3-4 ساعت اومد منو پیدا کرد، داستانی بود، آره خلاصه این گفی دنیای صوفی میادم خاطره خوبی بود. بعد هیچی دیگه، مدت اونجا دانشگاه بودم و با یه دوست، یه شاگرد، یه دانشجویی اومد یه روز به من گفتش که آقا چرا برای من غیبت رد کردی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت میدونی که تو دانشگاه دیگه خود بهتر از من میدونی، یه دونه registration sheet هست که تو میده معلمه، اونجا همه یکی یکی امضا میکنن تمام میشه، بعدم شما به عنوان معلم میبری registration sheet رو میدی به دیپارتمان، اونا خودشون میفهمن کی غایب بوده کی غایب نبوده، درسته؟ حاضر غایب که نمیکنن. بعد دیدم که میگه که چرا غیبت داد کردی؟ گفتم یعنی چی؟ مگه تقصیر دست منه؟ مگه اصلا بچه چین چی داری میگی؟ بعد یه مسلمون بود ملک از کشور همسایه ایران، حالا اسمم نمیارم، بعد گفتم که منم خیلی اون موقع ها تیز بودم نسبت به دین، اصلا ناراحت بودم، گفتم اصلا چرا بی ادبانه داری حرف میزنی، چرا از همچی چیزی از من میخوای؟ گفتش که نه
این داستان اینه که تو روز جمعه ها لکچر گذاشتی، دو دبل لکچر گذاشتی، از سه تا لکچر دو تاش روز جمعه است. جمعه سر ظهر ما نماز میخونیم، برای چی جمعه سر ظهر لکچر؟ گفتم آقا مگه من گذاشتم؟ دیپارتمان اینو گذاشته، دعوامو شد. منم بهش گفتم آخر، گفتم پسر جان اگه میخوای بچه جان، اگه میخوای بری چیز، حالا خودم 4-5 سال ازش بزرگتر بودم، گفتم اگه میخوای بری درس بخونیم، سر نماز نری، سر نماز بری جمعه ها درس نخونی، برو عربستان سعودی درس بخون، اونجا درسته. گفت اه خیلی خوب. با دوستش هم بودن، رفتن گزارش منو به دیپارتمان دادن و یه سال برو بیا و بعدش هم دیگه کریر ما در دانشگاه ریاضیات تمام شد. با اینکه تمام دانشگاه همه هم یعنی همکارا به من گفتن آقا ما میفهمیمت، واقعا هم به تخ میدیم، ولی قوانین و کاریش نمیشه کرد متاسفانه. دیگه اومدم بیرون، یه مدت بیشتر کار موزیک کردم و فلسفه درس میدادم با سروش دباغ، با حسین دباغ، با هم من تاریخ فلسفه میگفتم، اون با مزه بود، فلسفه هنر اینا درس میدادیم. بعد دیگه رفتم یوها از اول فلسفه خوندم، از سال اول دوباره 5 سال 4 سال یه فوق فلسفه گرفتم که جدیدن تموم شد و توی این مدت هم مشغول یوتیوبینگ و درس هم میدم دیگه، هنوز دارم ریاضی فیزیک درس خوندی کسی من نمیدونم حتی نتونستم دنبال کنم چقدر درس بخوری، اینقدر زیاد بود. من خودم برعکسش رفتم دانشگاه، یه احواره تا گور من خودم رفته بودم رابطه بین الملل میخوندم، میخواستم مثلا کوفی انان بعدی بشم خوندم آقا دیدم من حیف، حالا حیف که نه دیگه، الان داری کار خوب میکنی که دوست داری داری میکنی دیگه، اینش خوبه، داری یه کاری میکنی که دوست داری دیگه. آره نه یه تایی خطش کنجکاویم سر جاشه، شاید یه ذره کنگوشاتر و تنبلتر هستم، ولی همیشه دوست دارم، یعنی هنوز کتابایی که میخونم و پیگیرش هستم و داستان و مقالات و این چیزا، اون کنجکاوی همچنان توم هستش که از بچگی بوده. و میگم برای خود منم چون تو خانواده بزرگم که کسی خیلی معتقد نبود یا از این عقاید خیلی سنتی نداشت، خیلی آزادتر بودم که مسیر خودم از لحاظ فکری پیدا بکنم توی زندگی، که فکر میکنم یه خود اون یه بحثی که حالا چقدر جلوتر بتونیم در موردش بکنیم که چقدر تاثیرگذار این حق انتخاب یه فرزند. میدونی چون خیلی ها میگن بحثای دیدی توی غرب و این پروگرسیوهای غربی مثلا میگن که میخوام بیان دفاع کنن از مثلا مسلمان ها و میگن نه حجاب حق خودشه، میگم نه با این به زور سرش کردم، بذار 18 سالش که شد. میدونی یعنی اون تأثیر اون خانواده و اون عقاید و اون سنت و اون تاریخ اون آدم مجبور کرده که اون تصمیم بگیره، اون به دلخواه خود و انتخاب خودش هر چقدر فکر میکنه باشه نیستش تای خطش جامعه است. یه بخش عمده شواد موافقم اینطوریه و متاسفانه غربیا این رو بخششو کمتر میدونن و وارد نمیشن و تا حدی هم میتونم بفهمم، یه ذره بخوان نقد بکنن خیلی سریع تبدیل میشن به ریسیست، که به نظر من اتفاقا خوبه که وارد نمیشن، بذارن خود مسلمونا این قضیه رو نقد کنن، چون هر چقدر اونا وارد میشن با شناخت کمتری هم که دارن بیشتر باعث میشن که یک ریاکشن خیلی بد هویتی. من اینجا یادم دوستا همکلاسیام چقدر این حال بد رو داشتن که آقا یه سفید پوست به من نگه که مثلا چرا حجاب داری؟ نه کاملا بهت موافقم. آره، آره. وقتی که به هویت آدم برمیخوره میدونی خیلی گارد بیشتری میگیره و همین جوری میشه که به نظرم بعضی وقتا خیلی آدمایی که شاید خودشون هم معتقد نیستن یهو میافتن توی اون زمین و بیش از حد از اونور دفاع میکنن از عواملی توی مثلا جمهوری اسلامی یا هرچی. نه فقط جمهوری اسلامی، اصلا ببین تو با یه دینی طرفی که به راحتی میتونه دستور کشتن بده. حالا در مورد اسلام داریم حرف میزنیم، من بیشتر عمرم کریستیانیتی رو نقد کردم و اصلا من کلیسا میرفتم، یه مدت اصلا جلسات دیبیت با کریستیانا زیاد داشتم، ولی واقعا با اسلام تو با یه دینی طرفی که میتونه یه آدم توش به خودش این حق بده کسی رو بکشه، این کسایی که تو لندن بمب گذاشتن اینا اینجا به دنیا اومده بودن دیگه، خود بهتر از من میدونی، بچه‌ای بودن که اینجا به دنیا اومده بودن، اینجا بزرگ شده بودن، اینجا مدرسه رفته بودن، ولی هویت یه کاری باشون میکنه که احساس کنن یه چیزی جامعه بهشون سرکوب شده، یه چیزی رو بهشون فشار آورده و هویتشون ازشون گرفته، حالا میخوان برن انتقامشون رو بگیرن. آره نه کاملا موافقم. من میگم یه ذره از چیز شروع کنیم، اگه اصلا کلا این بحث میدونی یه بحث ایتیزم و اگناستیسیزم، خدا ناباوری و اگناستیسیزم هم همون میشه یا خب حالا خوبه که اینو گفتی. نه نمیشه متاسفانه، این روزا هم دردسر داریم. من یک سال و نیم توی کلاب هاوس از یکی دو سال قبلش هم با شاهین توی این برنامه لایف هی سعی کردیم این دوتا رو یه تعریفی ازش بدیم. به نظر من، از من شخصا بخوای بپرسی، من میگم اگناستیسیزم مثلا تقریبا بی‌معنیه. چرا؟ برای اینکه انگار که تو داری هیچی نمیگی،
میدونی یعنی چی؟ یعنی اگناستیک بودن یعنی آقا من نمیدونم یه چیزی رو. دانستن یعنی چی؟ دانستن یعنی مطمئن بودن تا حد اکثر اطمینانی که میتونی بری. خب معلومه که من نمیدونم، کی میدونه خدا هست یا میدونه خدا نیست، فقط باور داریم، یعنی تا یه حدی از اعتماد داریم میریم جلو. ندانستنش که معلومه نمیدونی. اون کسایی که میدونن خدا هست خیلی کمن، اونایی که میگن دیگه میدانیم، اونایی هم که میدونن خدا نیست خیلی کمن، در حقیقت همه اگناستیکن. خب یعنی تو دانش نداری، جاستیفای ترو بیلیف نداری، باور موجه صادق نداری، ولی ایفیزم مربوط به باوره، اینه که مهمه. مثل این که من توی جهانی هم که هنوز خدا نیست، مثلا خدا که هیچی، مثلا من کلمه خومببه رو به کار میرم، نمیدونم شنیدی یا نه، خومببه، هومبابا، توی گیلگمش این کلمه خومببه استفاده شده. یه خومببه نیست تو جهانم، تو هم به خومببه باور نداری که تا حالا ممکن نشیده باشی. یه کسی میاد میگه خومببه هست، تو به خومببه باور نداری، درسته؟ بعد میگی چرا هست؟ میگه برای اینکه شواهد الف و به و جیم، مثلا من ایمان دارم که هست. تو میگی آقا شواهدت کافی نیست، من هنوز به خومببه باور ندارم. ولی نمیگی خومببه نیست. من همیشه یه مثال اینجا دارم توی برنامه لایو هم استفاده میکنم، یه جعبه آدامسه، حالا بچه ها ببینن اینه. بعد میگم آقا اگه یه کسی بیاد به شما همینجوری از در بیاد تو بگه تعداد اینایی که توش زوجه، شما میپذیری؟ معمولا همه میگن نه. میگم اگه میگی نه یعنی میگی تعدادش فرده؟ میگه خب نه دیگه، تو چه فرق میکنه چه زوجته، فردشو میگم نه. خدا ناباوری هم همینه، اگه کسی میگه خدا هست، من خب میگم شواهدت کافی نیست، نپذیرفتم. به این معنی نیست که میگم خدا نیست. این دوتا و خیلی دوست دارن بگن آتئیزم یعنی خدا نیست، یعنی کسایی که میگن خدا نیست اونا هارد ایفیستن، آتئیست سختن. آره که خب خودشون باید دلیل بیارن برای اینکه چرا خدا نیست دیگه. آره یعنی در حقیقت من میشم اگناستیک ایفیست. درست. ریشه این جنگ بر علیه خدا، چون تاریخ یه جوری بود که ما بر اساس افسانه‌ها، قبل از اینکه علم و ایج اف انلایتمنت بیاد و از این حرفا، ما افسانه‌ها از گریک میتولوژی تا هندویسم میتولوژی تا هر تو شرق مایاها و ازتکا و مصریا و فلان و تمام عقایدی که داشتن به آسمون و به ستاره ها نگاه میکردن، فکر میکردن که مرکز کل کهکشان و دنیا هستن. آه. و بعد شروع میکردن از این افسانه ها درست کردن و به حالت داستانگویی و ستوری تیلینگ دور آتیش، قبل از اینکه نقش میکردن. حالا هنوز اون موقع که پرینتینگ پرس نبود، تا 1400 بود که تازه پرینتینگ پرس میاد و به حالت خیلی بزرگ همه چیز روزنامه و اینا چاپ میشه و بیشتر در نتیجه بیشتر از تو از دهن یکی دیگه یه داستانی رو شنیده بودی، انتقال میکردی و بعد حالا یه سری یادداشت میکردن فلان، که فکر میکنم داستان خیلی از پیغمبرام همینجوری که هیچ کدومشون خودشون کمتر فکر میکنم کتاب نشد و کسایی که مریدشون بودن و دنبال میکردن کاراشون و مثلا بعدن برمیگذاشتن یه بعد خدا میدونه که هر دفعه چقدر خدا میدونه. خیلی جالبه آدم استفاده میکنه، آدم هنوز این تو لفظ هستش. آره من هنوز میگم خداحافظ و اینا. آره و این قضیه که اون داستانم چقدر تغییر میکنه، کسی هر چقدر دلش میخواد کم و زیاد میکنه و ادیت میکنه تا اون تکستا، تا اون چیزی که دست ما امروز میرسه. حالا ولی میخوام، یعنی منظورم کل این بحث اینه که از کی یعنی این افسانه ها شروع میکنن به شکستن تو ذهنیت مردم، فکر میکنی و چه جوری باعث بشه که میدونی به دیجا برسی که نیچه بیاد بگه آه خدا مرده و... میفهمم. فکر میکنم که چند تا پد که محکم خورد به این پیکر خدا باوری. البته اینو بگم، تو جریان تاریخ فلسفه سه تا جریان اصلی همیشه بوده. یکی جریان همین ایفیستا بودن، نچرالیستا بهتر بگیم، طبیعتگراها، کسایی که باور به طبیعت داشتن، میگفتن همین طبیعته. خب یه دوره حتی بهشون سکولار گفتن، آدمای سکولار، که یه دوره به جای ایفیزم کلمه سکولاریسم هم به کار میرفت، هنوزم به اون معنی هست. و فلسفه طبیعتگرا زمان افلاطون بودن، مثلا دموکریتوس و اینا، و پس از اونم بودن، درون قرون وسطی هم بودن، بعدش هم بودن، مثلا دیرترش مثل هابز، مثل چه میدونم دیرتر هیوم، اینا. این یه جریان جدیدم تو قرن جدید که راسل و نمیدونم ای جی مکی و یه عالم ایر و یه عالم فیلسوف دیگه. این یه جریان. یه جریان دیگه جریان ایدالیسم بود، که کسایی که باور به یک جهان که اتفاقا جهان تو ذهن اتفاق میفته، یک نوعی که اون موقع خود افلاطون بهترین نمونه شه، بعدترش نو افلاطونیان، نمیدونم فلوتین، بعدش دیرتر چه میدونم اسپینوزا، نمیدونم فیلسوفای ایدالیست آلمانی مثل هگل و شلینگ و اینا، و با همین عملانش هم همینطور ایدالیست های انگلیسی و اینا. یه جریان دیگه هم جریان تئیزم بوده، یعنی جریان خدا باوری.
یعنی اونایی که به خدا، حالا تئیزم هم چند تا شاخه داره، مثلا پنتئیزم هم هست، مونوتئیزم یه جورش تک خدایی، پولیتئیزم چند خدایی، یعنی انواع و اقسام داره تئیزم، ولی همه رو بگیم خدا باوری. این خدا باوری هم از همون موقع بوده، دوران قرون وسطا، در دوران هلنیسم هم بوده، قرون وسطا هم بوده، عصر روشنگری هم بوده، الانش هم هست. این سه جریان پا به پای هم اومدن جلو در طول تاریخ، ولی من فکر میکنم خدا باوری، خب خدا باوری جریان دامیننت بوده دیگه اکثر جامعه، اصلا یه زمانی خدا باور نبودن شرط حماقت بود، یعنی عقل جهان این بود که تو باید یقین داشته باشی، باید یه چیزی در درونت بدونی که خدا هست، اصلا اگر ندونی خدا هست یعنی احمقی. خب و فکر میکنم اولین پتک محکم و همین هیومنیستا و انسانگراهای قرن 17 و 18 انگلیسی فرانسوی اینا زدن. ولتر خیلی این وسط مهمه، هیوم این وسط خیلی مهمه، و یه ذره جلوتر ورود علم جدید، این نگاه جدید که ما میتونیم جهان رو توضیح بدیم دیگه، مثلا مرکز جهان نیست، گالیله مهمه، کوپرنیک مهمه، اینا خدا باور بودن، ولی ضربه زدن به این باور خشک قدیمی که همه چیز تو کتاب مقدس اومده. بعد دیگه چیزای تو کتاب مقدس غلطه، و بهترین محکمترین پتک به نظرم داروین زد، یعنی قشنگ خراب کرد این ساختمونو، یعنی اون چیزی که فکر می‌کردن آقا تمام این حیات دیزاین شده، یک ناظمی هست و همه چی رو دونه دونه تنظیم کرده، گفت آقا همش بریز دور، همش فرگشته، همش اِوولوشن، از تکسلولی ها شروع شده تا رسیده به پرسلولی ها، الان هم که ژنتیک اومد به ما، علم ژنتیک بقیه‌اش هم برامون درست کرده، این فرگشت هم آنچنان تئوری مهمیه که هنوز که هنوزه از این مشتی که خوردن این خدا باورا هنوز دارن تلو تلو میخورن سر داروین، هنوز یه عده‌شون نپذیرفتن. و فکر میکنم تو جهان جدید، حالا دلیل این که من انقدر پافشاری میکنم اینه که تو جهان جدید فکر میکنم جهانی که ما میتونه جهان علم باشه و اخلاق باشه و هنر باشه و دوستی باشه و نمیدونم بهتر کردن این جهان و کشف کهکشان‌ها و کشف این هستی، فکر کردن به این که یه نفر با سوار به چهارپایی رفته تو آسمون و یکی پسرش رو برده بالای صلیب کرده گناهان رو بخشیده و یکی نمیدونم طوفان شده همه جهان آب گرفته آدم و هوا، به اینا فکر کردن و به اینکه اخلاقیاتمون رو ما از اینا بگیریم که با همجنسگراها مشکل دارن، کودک آزاری میکنن، مشرک و نجس میدونن، نمیدونم هزار و یک بدبختی، این تو این جهان جایی نداره به نظر من، و خطرناکه، خطرش هم داریم میبینیم، تو افغانستان میبینیم، تو ایران میبینیم، تو پاکستان، تو همین آمریکاش میبینیم، فاندامنتالیستای مسیحی چی کار کردن. ببخشید من خیلی حرف زدم. نه خیلی هم خدام خوب و آموزنده است، چون هی برای من هزار سوال پیش میاد، مغزتو من هی خواهم خورد. میدونی آدمای معتقد تا اونجایی که من متوجهم، مثلا خیلی وقتا بحث و اینا، چون اینکه آقا بدون ایمان، بدون خدا، میدونی آدم اخلاق، اون اخلاق صفر یکی که بهش نگاه میکنن، اون خوب و بد، good and evil که بهش نگاه میکنن، میگن که آقا بدون وجودی خدا خب همه چیز خب بی‌معنی میشه و اخلاقیات هم معنی نداره، اگر همه چیز کیاس و هرج و مرج. و از اون ور خب مثلا میدونیم میگم بحثی داره پراکنده است، ولی میدونیم اون ور بحث هم یه سری آدم میگن آقا بحث هابزینی که یه لوایتان هست، یه قولی هستش که داره مودریت میکنه که مردم قوانین رو رعایت کنن و به دست به خشونتی نزنن، و ترس اون عواقبه که دست نمیزنن به سری رفت. یعنی میگم، یعنی این بحث خیلی مادی گلی میشه بین این دوتا. و کلا میخوام بدونم که یعنی چون من دیدم تو هم سکولر هیومنیست یه جورایی خودتو، دقیقا من اصلا سکولر هیومنیست هستم. آره، منم خودم اگه بخوام لیبلی بدم نزدیکترین چیز همینه واقعا. و می‌خواستم همین، اگه میشه یه ذره در مورد اخلاقیات با هم صحبت کنیم، در مورد سکولار هیومنیسم و آدمایی که فکر میکنن بدون خدا نمیشه اخلاقیات داشته باشه. کره من دارم یخ میخورم اینجا، انقدر گرمه، من جام یخ بخورم که عرق. ببین خیلی سوال مهمیه، اصلا میتونیم با هم در موردش چند دقیقه گپ بزنیم. ببین بدبختی اینه که سالهای سال در طول تاریخ، تا اونجایی که من یادم میاد، دین تمام تعریفا رو داده، خوب و بد چیه، زمین بازی رو هم دین تعیین کرده، بعد یه توهم سادگی هم به ما داده، اینش خیلی عجیبه. یعنی به راحتی میگه خب قتل بعد، دزدی بعد، دروغ بعد، تموم شد چون خدا گفته، تموم، بوم، تمام، دیگه سوالم نمیخواد. از نظر دیندار اصلا اخلاق ساده است، انقدر براشون ساده است، میگه اصلا به این سادگی نیست با مرد حسابی، اصلا شوخی نیست، بعد بیای پیرتو در بیاری. آخرش هم مثل کانت میگه آقا تنها چیزی که منو به شک مینده، برام عجیبه، این آسمان پرستاره است و این نظام اخلاقی. آخرش هم نمیتونی، اینقدر راحت نیست. ولی نکته اینجاست که فکر میکنن که آقا اخلاق یه سرچشمه دینی داره و این
بیدینام یا آدم های غیر قابل اعتمادن، نمیدونم قانون میشکنن، هوموسکشوالن، بی اخلاقن، نمیدونم بی عفتن، پرنسیب ندارن، تموم شد. یعنی این داستان بعد براش برای خودشون تموم شده. حالا میگه آقا به یه دیندار میگی چرا میخوای تو خوب باشی؟ اصلا خوبی یعنی چی؟ خوبی رو میتونی تعریف کنی؟ والا نمیتونن تعریف کنن. یعنی به خیلی، حالا به اونایشون که اخلاق خوندن کار ندارم، ولی خیلی هاشون که فکر میکنن اخلاقو از دین گرفتن، تو بگو آقا نیک یعنی چی؟ این نیک، امر نیک چیه؟ بعد فکر کن آخرش هم نمیفهمه چی. میگه خب دزدی نکن، قتل نکن، دیگه آدم خوبی باش. میگه آدم خوبی باش یعنی چی؟ خب بابا یه چی تعریفی بده. من چی میگم؟ میگم آقا یه جهان خوب داریم، یه جهان بد داریم. جهان خوب چیه؟ جهان خوب تو این جهانیه که آدم‌ها توش درد و رنج نداشته باشن، همه ویلبینگشون مثبت و پوزتیو باشه، یعنی رضایت، نه فقط آدما، حیوانات غیر انسانی. حالا یه ذره در مورد وجتریانیسم بعدم اگه شد یه گپی بزنیم، چون من یه ذره اونجا هم تند و تیزم. ولی در این خوب بودن جهان کجا اتفاق میفته؟ تو خود جهان که نیست آقا. سیاره زهره توش بارون اسید سولفوریک میاد، پر از گدازه های آتشین هم هست، یعنی این جهنمه. آقا به درد و رنج در کسی ایجاد میکنه؟ نه. آیا مهمه حالا به جای اسید سولفوریک بارون گلاب بیاد بهتر میشه؟ نه. بارون اسید سولفوریکش بدتر بشه، اسید نیتریک بیاد بدتر؟ نه، نمیشه، همونه که هست. ولی تو این کره زمین یه آدم تو گوشی آدم دیگری میزنه، درد و رنج در یک آدم ایجاد میشه، این جهان یه ذره جای بدتری میشه. وقتی یه بچه یتیم تو این جهان یه غذا بهش میدی، میبری ازش پذیرایی میکنی و یه خونواده براش پیدا میکنی، این جهان یه ذره جای بهتری میشه. چرا؟ چون یکی از موجوداتی که تو این جهانه تجربهش از هستی تجربه بهتری میشه. پس جهان خوب و جهان بد و الان اینجوری تعریف بکنیم، جهان بد جایی که همه دارن توش حیوونا و انسانا شکنجه میبینن، جهان خوب اون جاییه که همه خوبن تا بهترین حالتی که میشود. یا خب پس به سمت جهان خوب حرکت کردن یعنی به سمت نیک حرکت کردن. حالا آیا این عقلانیه که من به سمت خوب حرکت کنم؟ خب آره، خوب یعنی اون چیزی که بهتر است، خوب یعنی اون چیزی که میخوام. این دیگه مورال رشنالیزمه. یعنی من آقا این عقلانیست که به سمت خوبی در جهان حرکت کنم. اگه اینو نفهمم یعنی عقل ندارم. خب و این عقلانیست که بفهمم دوستی بهتر از دشمنیه، این عقلانیست که بفهمم سلامت بهتر از مریضیه، زندگی بهتر از مرگه، درد نداشتن بهتر از درد داشتنه. و اگر اینا رو پایه کارم بذارم، به راحتی میتونم بفهمم که چرا دزدی بده، چرا راستگویی خوبه، چرا شجاعت خوبه، چرا چه میدونم دشمنی و درد و رنج ایجاد کردن در دیگران بده. نمیدونم، فکر میکنم قضیه خیلی واضح تر از این حرف هاست که این دوستان انقدر میخوان خودشون رو توی اخلاق دینی گم بکنن. فکر میکنم یه جای بس فاندمنتالی من باید موافقم با حرفات. مسئله to play the devil's advocate، نمیدونم به فارسی devil's advocate چی میشه، وکیل مدافع، وکیل مدافع شیطان، نقش اونو بازی کنم. این میگم بحث اینه که توی وقتی که ایدئولوژی پولیتیکال وارد این بحث میشه و میدونی که توی دنیای کپیتالیست زیرو سام گیمی هم که ما زندگی میکنیم امروز، میدونی خیلی وقتا به خصوص موفق یه نفر یعنی پا گذاشتن رو یه نفر دیگه، یا میدونی خیلی حالا بعد یه سری رو میگن آقا کپیتالیسم بهترین سیستمی که ما تا حالا پیدا کردیم، یعنی این نیو لیبرال یعنی اوتلوکی که داریم نسبت به دنیا. و از اون ور خب تو چین و روسیه، تو چین حالا بخصوص بیشتر مثلا اونایی که خیلی اعتقاد بیشتر به چپ گرایی و کمونیسم و اینا دارن، یعنی میخوام بدونم اون جایی که این بحثای فلسفی و اخلاقی که بحثای خیلی ماوراطبیعی و خیلی بزرگتر هستن، وقتی قاطی میشن با بحثای سیاسی، که این مثلا یه ما توی مثلا کشوری مثل ایران که یه تئوکراسیه رسما میبینیم دیگه نقشی که دین و مذهب با سیاست پیدا میکنه توی زندگی آدما، و همین امروز داریم میبینیم که مثلا این جنبش حجاب که زنا الان هستن که دارن حجابشون رو برمیدارن، نه به حجاب که به نظرم خیلی هم خیلی یه شجاعت عجیب غریبی دارن. همیشه من گفتم اگه واقعا آینده‌ای ما داشته باشیم تو ایران دست زنا خواهد بود واقعا. و این بحث میگم، یعنی یه ذره آدم عقلش گیر میکنه، چون از یه طرف تو توی بحث فلسفی هستی، توی بحث فکری و خیلی انتلیکچوالی هستی، یه بحث واقعی و خیلی ریالیستیک تری هم هستش در مورد که خب اون قدمایی که ما میتونیم ورداریم و اپلای کنیم توی زندگیمون که به اون جهان خوبی که تو داری تعریف میکنی نزدیک تر بشیم.
یه ذره سخته به نظرم بعضی وقتا. من کاملا باید موافقم که سخته. ببین اصلا برای همینی که ما داریم حرفا رو میزنیم. من تو برنامه دیدم این آقایی که ازش حرف رفت اومد تو رو بازجویی کرد، خیلی بهم برخورد. من دیدم آقا یه کسی مثل رامین داره کار مثبت خوبی تو این جهان میکنه، خب، و اون آدمی که انگار بعدش میاد که دیگران خوب باشن، انگار نمیتونه خوبی رو ببینه. کسی که نمیتونه خوبی رو ببینه، کسی که باور داره این جهان جای بدیه، حتی نمیتونه ببینه که آقا یه نفر که خواننده است، آرتیست شناخته شده است، میتونه اصلا این کارو نکنه، یه پادکست رو انداخته که یه چیزی اضافه بکنه به این جهان، یه چیز خوبی به این جهان اضافه بکنه، میخواد سلفیشش بکنه، میگه نه تو برای این داری این کارو میکنی که خودتو مطرح کنی. تایش چرا تو دلت میخواد خوب باشی، دلت میخواد تایید بگیری، در حالی که احتمالا خودش اینجوری فکر میکنه. ولی نکته اینه که اگر رامین یه ذره عقل داشته باشه، میگه آقا من با این پادکست هم میتونم چهار تا چیز به آدم یاد بدم و این خوبه، این کار خوب، این کار درسته، انجام خوب عقلانیست. حالا تو میگی سخته، من میگم حتما سخته، ولی یه چیزی رو بهش فکر میکنم، میگم آقا این وریا نشسته تمام عمرش درس مرس خونده، تدریس هم کرده، معلم خوبی هم هست، الانم بقیه عمرش هم میخواد چه میدونم بره دنبال خوندن و نوشتن چیزا. تو این مسیر اگه بتونه جهان رو جای بهتری بکنه، یعنی این کارایی که یه حاصلی داشته. ولی اگه تمام این کارا رو کرده که فقط معروف بشه، خب چه کاری بود؟ میرفتم سلبریتی میشدم، میرفتم از یه مسیر دیگه ای سلبریتی میشدم. این که دیگه اخلاقی نیست اگه نیت من سلبریتی شدن باشه، میدونی؟ و حالا دارم اینو میگم، اگر ما نتونیم به اون جهان ایدئال فکر بکنیم، اون جهان ایدئال به نفع همه ماست، اون جهان ایدئالی که توش درد و رنج نیست، یه جهانی که توی استار ترک هست، نمیدونم فن استار ترک هست یا نه، اون جهانی که توش فدریشن وجود داره و همه کار درست رو انجام میدن، همه کار خوب رو انجام میدن، همه با هم میخوان جهان رو کشف بکنن، هستی رو کشف، اون جهان ایدئال است. اگه بهش فکر بکنیم بهش نزدیک هم میتونیم. اگه فکر کنیم که آقا اون جهان جهان بهتر است، کم کم یه کاری میکنیم که بهش نزدیک بشیم. تا وقتی هنوز فکر میکنیم این جهان زیرو سام گیم، به قول تو من فکر میکنم وین وین اتفاقا نان زیرو سام گیم، من فکر میکنم نش تیورم اینجا درست داره، نش اکویلیبریوم یا پریزنس دایلما که ما توش میگیم که آقا آدما در کنار هم با بردن همدیگه است که اتفاقا رشد میکنیم. خب من همیشه آره به این تاکید میکنم، این همکاری و کوآپریشنه، میدونی، حد اکثر کردن تمام خوشحالی و رضایتمون، حالا یه ذره حالا حد یوتیلیتریانیسم توریه، میدونی، آدم همه از یه ذره از چیزهای خودمون میذاریم در حالی که همه در جمع یه تجربه بهتری داشته باشیم. من نمیدونم حالا این انحصار به فرد به فرهنگ ما ایرانیاست یا نه، ولی این آمار، این کاملا سابجکتیو، آمار کلی نیستش، این فقط برداشت شخصی من از خیلی از دوستا و آدمای ایرانی که من دوردم، نمیدونم به خاطر تاریخیه که هی فتح شدیم، هی عوض شده، هی دخالت کردن نیروهای خارجی، حالا هر چی، یه عدم اعتمادی هست من احساس میکنم توی فرهنگ ما. و این من با بیشتر دوستای خودم واقعتشو میگم که حرف میزنم، البته دارم بیشتر مثلا این پادکست رو که شروع کردم اتفاقا برعکسش داره بیشتر بنسون که چقدر آدما قلباشون بزرگه و چقدر آدما دنبال اینن که به هم دیگه کمک کنن و هم دیگه عشق بدن، ولی خیلی وقتا دوبارم میبینی این وقتی میبینم این حس خیلی پسیمیستیک و بدبینی که دارن نسبت به دنیا که آقا همه چیز بده، همه دایوسن، همه پدر سوختن تا عکسش ثابت بشه، میدونی، این دیدگاه خیلی منو اذیت میکنه، چون من دوست دارم ایمان داشته باشم، فیث داشته باشم به اون پاکی انسان، به اون خوبی انسان، یعنی از مثلا اونجوری بزرگ شدم، یعنی دوست دارم همیشه بهترین رو توی انسان ها ببینم. ببین اینی که تو هستی، من فکر میکنم اکثر آدم ها اینطوره، یعنی انسان بنا به طبیعتش با امپاتی و با اکویتی و با کمپشن و با جاستیس، این ابزار رو به صورت یعنی حالا به فارسیش بگیم همدلی، عدالت، حس عدالت، حس دوستی، حس عشق، اینا در نهاد ما از کودکی هست، چون فرگشتیه، چون به نفع ما بوده، چون در کنار این هاست که میتونیم در کنار هم زندگی بکنیم. خب اینا رو داریم و وقتی اینا رو داریم، من به انسان اتفاقا خیلی امیدوارم، فکر میکنم وقتی اینا رو داریم، اگر اینا درست آموزش هم ببینیم، اون موقع اینا رو میتونیم شکوفاشون بکنیم، میتونیم به یه انسانی برسیم که وقتی بزرگ شد دیگری رو در نظر بگیره، اخلاقی باشه، نشینه اینجا بگه آقا من بی اخلاقم و فکر کنه داره شغل قمر میکنه وقتی میگه من بی اخلاقم. من وقتی وارد فضای مجازی بیشتر شدم از چند سال پیش، با شاهین شروع کردیم، همونطور که گفتی شاهین عزیز اومد و این دوستی خوبی ما داریم و این چجوری بگم شیر کردنم ذهنمون با همدیگه خیلی همیشه برای من جذاب بوده و اونم اینطوری فکر میکنه که آقا حالا بیاین حرفا رو بزنید برای چیزی، شاید یه حاصلی داشته باشه، کسایی که منو دنبال میکنن این حرفا خوبه و واقعا هم خوب بود، حاصلی داشت و من احساس میکردم که بابا یه جهانیه،
چقدر رمزالوده، چقدر جذابه تو وقتی در مورد چه میدونم فیزیک میخونی و وقتی توضیح میدادم اینا رو به شاگردام میدیدم زندگیشون عوض میشه. یه عالم از مادرای شاگردام میدادم من میگفتم بابا اینا بعد از اینکه با تو درس فیزیک ریاضی برداشتن اصلا زندگیشون تغییر کرد، رفتن همشون مثلا یک سری شاگردای من مثلا طرف میخواست بره مهندسی بخونه رفت مثلا ماتماتیشن شد الان مثلا پی اچ دی آکسفورد، یا رفت مثلا فیزیسیست شد، یا اصلا میگفت این مادرها میگفتن آنچنان اینا عاشق ساینس شدن که ما نمیدونیم تو چیکار میکنی، هنوز این حالت توشون هست. خب چرا؟ من دیدم برای اینکه یک رمزآلودگی تو این جهان هست که برای من جذابه و احساس میکردم حیفه اینو ما ول بکنیم بعد بریم بچسبیم سر دین دعوا بکنیم. با این حالت من اومدم تو فضای مجازی و احساس میکردم خیلی خوب بود، خیلی برخورد خوب بود، همه چیز عالی بود که آقا یه سری آدم اومدن احساس کردم بابا یه چند نفر آدمی که اهل فیزیک و اهل علم و اهل فلسفه ان حاضرن صداقت کامل داشته باشن و با حقیقت مماشات نکنن، بیان بشینن اینجا اون چیزی که درسته رو بگن درسته، اگه فهمیدن غلطه حرفشون رو پس بگیرن و خوب بود. تا اینکه بعد یه دایی من تو این فضا من دیدم، حالا همین آدم اسکپتیک چون اسم منم آورد بگم بهش اشاره بکنم، این دفعه دوم من دارم در موردش حرف میزنم، یه دفعه دیگه توی برنامه خودم وسط برنامه لایو اومدن و فوش دادن من مجبور شدم حرف بزنم، دیدم آقا یه دایی اومدن مثلا بعد از یه 7-8 ماهیه که اینا ظهور کردن تو این فضا فوش میدن، بی ادبی میکنن، بی اخلاقی میکنن، به زنا توهین میکنن، به بچه ها توهین میکنن، به آدما یاد میدن که آقا بی ادبی و بی اخلاقی خوب چیزیه و بعد اسم خودشون هم گذاشتن ایفیست. من دیدم ای آقا ما هرچی داریم کاشتیم انگار اینا دارن پنبهش، هرچی رشتیم اینا دارن پنبه میکنن، زحمتش بلبل کشید و برگ گل را باد برده و ما داریم ذره ذره قد آجر به آجر یک گفتگویی رو میخوایم با دیندارا ایجاد بکنیم که آدم اونا بفهمن ما شاخودم نداریم، ما آدمای بدی نیستیم، به خدا ما آدمای خوبی هستیم، میخوایم جهان جای بهتری بشه. و این افراد نمیدونم اوبا شرازل بعد اسمش بودش، یعنی من بهشون گفتم توی اون جلسه گفتم آقا مثل شعبون بیمه خود نمیدونم هفت کچلون و رمزون یخی و یه ده اوباش جمع شدید و واقعا همینه کارشون، حمله میکنن اتاقا رو هایجک میکردن، مدت ها میومد تو اتاق من که آقا منو بیار بالا، آقا منو بیار بالا و من میدونستم با یه آدم فحاشی که به دیگران توهین میکنه و بعد یه ده آدم ها فکر میکنن اگر تو فحاشی کردی یعنی صداقت داری. ای بابا تو خارج از کشور زندگی کردنم به این معنی نیست که اینجا اینطوری نیست که همه فقط اف 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 تو دهنشون باشه، اینجا هم یه سری اینجوریان، فکر نکنیم این یه جوری فیلسوفیست میدونی. و تبدیل شده به یک ماجرایی که یک عده فکر میکنن آقا ایفیزم یعنی توهین کردن به دیگران، یعنی حمله کردن به دیگران، حمله به شخص، نمیدونم ترویج استانداردهای دوگانه، که خیلی خیلی دردناک و غم انگیز بود. من هنوز فکر میکنم که یک راهی هست، یک گفتمانه سکولار با اخلاق رو در جامعه ایرانی با بنیاد بذاریم، ولی امثال این آقا و طرفدارانش فقط مزاحمن به نظر من. ببخشید اصلا نه با من اینو اضافه کنم که آره من خودم سکپتیکو نمیشناختم قبل از که بیارم تا بیستا، من فکر میکردم آدمی بود که مثلا خیلی بیشتر با آدم های مذهبی بحثی که میکردیم بود که اونا رو زیر سوال میبرد با خیلی حالت ترولینگ و خیلی تند و تیزشون، دقیقا ترول. آره و واقعا هیچ ایده نداشتم که چجور آدمی اینا. حالا اون ستایل خودش، حالا یه حالت حالا میخوای بگو این، چون همه چیز فقط با سوال جواب میده، خودش فکر میکنم تا اونجایی که من متوجه شدم نظر یا ارزش قاطعی نسبت به مسائل نداره، فقط دوست داره که این حالت خیلی سوکراتیک هستش که همینجوری هی تا بی نهایت سوال کنی تا حدودی، میدونی چی میگم؟ مدل جوک داستانه، میدونی سقراط فیلسوف بود، همینجوری سوال کردن آدم ها رو، منظورم متدش، متدی که همینجوری فقط سوال با سوال بدون اینکه پوزیشن خاصی خودش داشته و نتیجه گیرای غیر علمی و غیر فکت، چون مثلا هی اصرار داشت که بگه آقا زنا راننده بدترین، خیلی اصرار داشت که حتما میگم آقا چه آماری اصلا شرم‌آور بود این حرف. ببین حرفا رو جدی میزنه تو کلاب هاوسا، ببین با آدما میاد بهشون میگه اگه لوندی بفرما بالا، اگر نه گم شو پایین. ببین یکی دوتا نیست کارا، مثلا حمله به شخص میکنه به جای نقد، یعنی تو تفکر نقاد، یعنی که آقا تو ببینی طرف چی میگه، اول احترام بذاری به این که طرف یک فرد بیرونه، تو اگه نظر داره من ببینم چی میگه بعد بهش پاسخ محترمانه بدم. تو وقتی به خود طرف حمله میکنی، بیابروش میکنی، فوش بهش میدی، در حالی که خودت قایم شدی پشت یه عکس جعلی، یعنی چی؟ یعنی اینکه تو اصلا نمیخوای گفتگو کنی، در حقیقت اومدی فقط اوباشیگری در بیاری. یا مثلا چی کار میکنی؟ میگه به تو توهین نمیکنم، به تو ربطی نداره، به دیگران توهین میکنم.
اصلا اخلاق یعنی همین. من اگه بشینم تو اینجا با بچه تجاوز کنی، بعد بگم اوکی به بچه من تجاوز نکردی، تو به دیگری تجاوز میکنی. تو اتاقاش همینه، نوچه‌هاش هم یه سری نوچه، یه سری اوباش ارازل هم نوچه‌هاش هم دورش جمع شدن که آقا به تو فحش نداده، به تو فحش نمیده، تو بیا بالا. آقا به دیگران که فحش میده، به دیگران که توهین میکنه. یا مثلا میگه لهجه داری گم شو پایین. یعنی مثلا لهجه طرف لهجه آذری داره توهین میکنه، اون یکی خانومه لوندی میکنه، میگه به 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 شما خیلی خوبی، و بعدم تو بک چنل باشون حرف میزنه و حرفای زشت جنسی، حرفای جنسی خیلی زشت، مثلا بعضیا رو کاملا این آدم بولی کرده. یا مثلا میگه مثلا میگه اگه حرف منو نپذیری با مخالفت کنی با فوش تیکت تیکت میکنم. انقدر فوش میده که طرف به خاطر آبروش بره. خب کسی نمیدونه تو کی هستی، تو آدمی هستی خطش. آره من چیزی که برام مهمه اینه که آقا حالا تا حدودی اگر اون ببین، اگر بحث این بود که آگاه سازی بود با زیر سوال بردن آدم ها و عقایدشون و باعث می شد که یه تأثیر متفاوتی بتون رو آدم بذاره، من اعتقادم درست یا غلط اینه که خیلی از مذهب بدم میاد، خیلی خیلی هم وقتا من اعتقاد دارم که آقا باید انتقاد کنیم عقاید احمقانه و از کار افتاده رو، واقعا باید اجازه داشته باشیم نقد کنیم بدون اینکه ترس از جونمون یا هر چی داشته باشیم. این اصلا احمقانه است که چیزی به حالت مقدسی باشه که ما حق نداشته باشیم دست بزنیم. حالا میگم فوش شدن و بی احترامی کردن یه بحث جداییه. من ولی از رو تجربه خودم تو همین پادکست با همین لحنی که حالا بعضی وقتا به شوخی، بعضی وقتا حالا از داستانه عجیب غریب دراگز و سکس و این چیزای خودم هم تعریف میکنم، تو آدمارو بولی نمیکنی که تو. آره نه، میخوام اینو بگم، نتیجه اینه که من باورت نمیشه چند نفر به من مسیج زدن سر این پادکست که آقا مثلا من بعد از اینکه به پادکست رو گوش دادم یه کمتر مثلا مذهبی هم. و این به نظر من یعنی خیلی جذابه، به خاطر اینکه برای من سوالی که بهش میاد که آدمایی که با روش اون آدم با خشونت زیاد، من فکر نمی‌کنم، من همیشه یعنی اعتقادم بود که تو اگه با بحث با این شروع کنی که آقا تو ریدی، هرچی هم باور داری و ننه باباتم باشن ریدن، میدونی اون آدم بیشتر گارد خواهد گرفت و دنبال یه توجیه و یه راه حل دیگه میره. این نظر منو شاید غلط باشه، ولی من احساس میکنم آدم با متانت، با خوش اخلاقی، با خنده، با خاطره و داستانگویی، اینا خیلی تون. بر همین مثلا من رمان میخوام، فیکشن خیلی به نظر میتونه تاثیرگذارتر باشه از نان فیکشن خیلی وقتا. و ببین تو داری پرگماتیک بودنش رو میگی که کاملا درسته. من دارم میگم اخلاقی هم هست، نه تنها پرگماتیکه، اصلا اخلاق یعنی همین، یعنی که آقا من باورم با تو فرق میکنه. اگر تو و یا کسای شبیه تو یه عمری دیگران رو کشتین و صدمه زدین و سانسور کردین و مشرک و کافر رو کشتین و دست و پا قطع کردین، خب غلط بوده، درسته. ما میخوایم اون اتفاق نیفته، اصلا هدف ما همینه. پس من باید تو رو به رسمیت بشناسم چون نمیخوام به اون جهان برگردم. اگه قرار باشه من تو رو انقدر فوشت بدم، انقدر بیابروت بکنم، انقدر تحقیر جنسیت بکنم که فرار بکنی و یه سری اوباش ارازلم کنار خودم بنشونم و حمله بکنیم اتاقای ملت هایجک بکنیم، خب من دارم همون کار رو میکنم، میدونی؟ چه میدونم مثلا مشخصا میگه آقا اگه بیاید با من همراه بشید فالوور بگیرید. اصلا یعنی کسایی که هیچ کس به اینا تو کلاب هاوس گوش نمیداد اومدن دور این آقا نشستن که فالوور جمع کنن و معروف بشن از کنار این. یا انقدر فوش میده که حواس طرف پرت بشه، مغالطه رد هرینگ یک جوری، یعنی حواس طرف رو از اصل داستان پرت کنه، اون بیچاره از ترس آبروش انقدر فوش بخوره که اصلا نفهمه تو چی داری میگی. خب یا مثلا فکر میکنه اگه صادقانه بگه، مغالطه صادقانه بگم، اگه صادقانه بگم دزدم خوبه، آقا مگه چیز انگار در کنار جنگیرا و طالبینا نشست چون گفت شما صادق هستید خوبه. آقا مگه یه داعشی تو کمال صداقت مثلا آدما رو نمیکشه؟ کافر نمیدونه، مگه صادق بودن در قاتل بودن که همچین چیزی نیست، خیلی سجیعه نیست. بگذاریم، خلاصه نکته من اینه که اگر قرار باشه ما به سمت جهان بهتر حرکت کنیم، از مسیر ایفیزم امکان نداره بتونیم بی اخلاق باشیم، توهین بکنیم، آدم ها رو از خودمون رنج یعنی رنجان بکنیم، چه جوری بگم، چه کلمه‌ای باید به کار ببرم، و بعد بگیم که ما میخوایم جهانم بهتر بکنیم. اولین مرحله اینه که همه از ما فاصله میگیرن، میگه آقا شما یه سری یک جماعت بی اخلاقید، نه اینکه اونها از ما فاصله میگیرن، خودمون کارمون بی اخلاقیه. دقیقاً بحثی که بعد پیش میاد، میدونی مسئله اینه که من یه چیزی که خیلی تاکید دارم تو این پادکستم و سعی کردم تشویق کنم توی فرهنگ و جامعهمون، این گفتمانه به جای که با بیایم الکی با هم دیگه، میتونیم اختلاف نظرم داشته باشیم، مطمئنم من و تو هم سر هزار تا چیز اختلاف نظر داریم،
بحث این من خیلی دارم سعی میکنم فرهنگ سازی کنم این قضیه رو که آدما بتونن با دیدگاه مخالفی هم بتونن بیان کنار هم بشینن صحبت کنن، خیلی ریلکس. ولی متاسفانه توی فضای همین توییتر و کلاب هاوس و اینستاگرام اینا، یعنی اینا نشون داده آمار هستش پشت این حرفا، که اصولا مقالاتی یا صحبت‌های یا توییت‌هایی که بیشترین ویوآ رو توجه رو می‌گیرن اونایین که اتفاقاً مغلطه‌ای بیشتر می‌کنن، اونایین که ترول بیشتری می‌کنن، اونایی که خشونت بیشتری دارن، اونایی که تنفر بیشتری دارن. یعنی این از لحاظ استاتستیک و آمار ثابت شده. و خب اینم وقتی آدمایی که دنبال توجه هستن متوجه این موضوع هم هستن، می‌دونی برای من یه چیزی که همیشه بهش فکر می‌کنم اینه که توییتر چقدر چیز عجیب غریبی که اینقدر تو تأثیر گذاره، در حالی که اولا ما نمیدونیم چند درصدش باته هستن، که ایلان ماسک داره سعی میکنه ببینه که چجوری باته و فلان اینا. و این آدمایی که تو فرینج، که توی این لبه های اعتقادات خیلی افراطی هستن، حالا چه چپ چه راست چه بالا چه پایین هرچی، این از همه بلندترن چون متوجهن که جوری که توجه میتونن بگیرن اینه که این حرفا رو با حد اکثر خشونت و دیوایسیونس اختلاف گرایی بزنن که بتونن بیشترین ویو رو اصلا به نظرم خیلی وقتا واکنشایی که آدما نشون میدن به یک ویدیو، به یک مقاله، به یک فیلم، اصلا وقت نمیکنه طرف بره نگاه کنه آقا این تاریخش درسته، سورسش درسته، فکت چک نمیتونه بکنه دقیقاً. ولی ما اون نیاز انگار خیلی عجیب غریبه این بازی که تکنولوژی با ما میکنه، که اون لحظه اگه من واکنش نشون ندم، حالا یا بحث میره توی ورچو سیگنالی، میره بحث توی این که آقا من میخوام بگم آقا منم صدام مهمه، منم نمیدونم چیه، من هنوز یعنی ریشه این داستان رو نمیدونم، ولی دارم فقط مشاهده میکنم در حال حاضر. ولی خیلی ترسناکه، میدونی، جوری که میتونه فقط تأثیر گذار باشه و آدم ها سوء استفاده کنن از این پلتفرم ها با این شدت خوشونه، چون کمتر تو میبینی مثلا یه گفتمانی هستش توی این فضاها که خیلی ریلکس همه دارن با هم بحث میکنن، با احترام عقب جلو میکنن، نظر میذارن، منبع میذارن، فلان. کاملا درست. اصلا ببین، اصلا فضای مجازی متاسفانه تبدیل به این شده که کسانی که خوراک ساده مکدونالدی به آدم ها میدن، اونا تونستن مطرح بشن. میدونی، تو تا وقتی یک جهانی نداشته باشی که این جهان جایی داشته باشه برای مکدونالد، آدما میرن سراغ رستورانای محلی، سراغ اون غذایی که یه ذره سافیستیکیتد تره، حدا یه ذره گرون تره، ولی غذاست. ولی وقتی تو میتونی ساده، ارزون آشغال به آدما بدی، دیگه با آشغال رقابت کردن خیلی سخته. تو موزیکش هم همینه، تو هنرش هم همینه. تو وقتی جارو باز میذاری که یکی تو خونش بشینه یه دونه بیت برای خودش بزنه و بعد جلوی بیت مثلا لخ بشه، چهار تا دختر خوشگلم دور خودش بذاره و بعد ببخشید آروغ بزنن، آدما میرن میشینن میبینن میخندن و تخمه میخورن. خب یعنی تو چجوری بگم، پایین ترین لول از انترتینمنت رو با آدما بدی، بعد با اون رقابت کردن سخته. تو چجوری میخوای بشینی موزیک خوب درست کنی بعد بخوای از اون آدمه که این همه خوراک مکدونالدی دور و برش خودشه؟ ولی برای همینه که دنیا جهان بخت میشه 25 میلیون فالوور، نمیدونم فیروز نادری دانشمند ایرانی تو ناسا چه میدونم 350 تا 350 تا کی، نمیدونم ساشا صبحانی یک آدم فاسد که قمار سایت های قمار داشت، آدم رسما فاسد، میلیونی طرفدار داره. خب این توی کیم کارداشیان یعنی متاسفانه ما توی با یک میدیومی طرفیم که توی این میدیوم خوراک راحت و بیهوده به راحتی خریده میشه و تو میخوای یه تغذیه سالم، سخت، چه میدونم اخلاقی که به درد آدم میخوره بدی، حالا میخوای با اون آشغال رقابت کنی، چه جوری میشه؟ نمیشه دیگه، خیلی سخته. و جالبیش هم اینه، من این داستانی رو تعریف کردم تو پادکست، مثلا من موقعی که ایران بودم، خب داشتم سعی میکنم با تهیه کننده کار کنم و بعد تو ایرانم تو مجبوری که هی کانکشن بزنی اینور اونور که کارات را بیفته. متاسفانه منم اونجا همیشه تعریف میکنم از اینکه کل خود سانسوری کردم که راضی نبودم و کارایی کردم که میدونی خیلی توی حباب خیلی راحت و رفاهی بودم که آدم میدونی سعی میکرد که سعی نمیکرد، یعنی اصلا یعنی تو چشاتو میبستی به تمام بدبختی و دغدغه‌های مردم و دور و بره، برای اینکه میدونی یه همچین سیستمی ایجاد شده بود برای یه قشرایی که میخواستن راحت باشن توی ایران، و در حالی که هر روز اون رنج و دردی که تو جامعه ما بود و هر روز میدیدیم و لمس میکنیم یه چیز واقعی و عجیب غریبی بود. من بعد با یه سری آدمای از این بچه حزب الله یا آقازاده هم رفیق شدم این وسط، مثلا از رو کنجکاوی میگم اصلا یه جاهایی منو بردن اینا، مثلا من پشمام ریخته بود، خیلی برام تو واقعا دوست دارم ببینم که این آدما واقعا چقدر خودشون باور دارن، چقدر اعتقاد دارن به این حرفایی که دارن میزنن. برام عجیب بود که مثلا این آدم میرفت کربلا
پیاده بودم چند صد کیلومتر میرفت برای اینکه اون ایمان خودشو اثبات کنه. حالا نمیدونم بعد استوری اینستاگرامی که بعد تو خونش کلی آدم عجیب غریب پارتی میگرفت. مشروب نبود، این نکته رو میخوام بگم، مشروب نبود ولی کلی کوکین و علف بود. دخترام هم همینجوری بود، همه چی سکس و دراگز اوکی بود ولی الکل اوکی نبود. بعد این مثلا کوکین هم با خودش از خارج میورد، داخل ایران اصلا براش مهم نبود و داشتیم کوک میزدیم همینجوری اونجا ما و برگشت مثلا دست کوک زدن فکر داری لاین میزنی، میگفت تو قلبت همیشه حسین رو داشته باش. من اینجوری بودم که حسین کیه؟ یعنی انقدر های بودم، یعنی اصلا میگفتم حسین کیه؟ یعنی این داره یکی از برای بچه ها حسینی که این تضاد رو میخوام اینا چجوری، یعنی میدونی یه منجلابی شده واقعا به نظر من این اعتقادات که این آدمایی که دارن سعی میکنن این عقاید سنتی خودشونو با دنیای مدرن اینجوری تطبیق بدن و کچاپ کنن و سعی کنن کول و رلوانت باشن. حالا یه طبقه هستش خیلی افراطی تر اعتقاد دارن و دست به خشونت بیشتر میزنن، ولی خب واقعیتش اینه که خیلی بچه‌هایی که الان مملکت دستشون و پول و صنعت دستشون، آدمایین که اینجوری دارن زندگی میکنن، میدونی دارن سعی میکنن خیلی خودشون رو روشن فکر و مدرن تر نشون بدن ولی همچنان دارن اون عقاید سنتی و مذهبی خودشون هم نگه دارن، چون شاید همون بحثی که شاید زودتر شاید جزئی از هویت شده، چون برای سختی که مام بابای خودشون که معتقدن که چادری و فلان تمام زندگی صبح و شب نماز میخونه که یهو زیر سوال ببره، میدونین. و آره خلاصه این برام خیلی عجیب بود این تضاد و میخوام بدونم نظر تو در مورد این داستان چی، این تضادی که الان تو ایران هست. حتی دوستای معمولی خودمونم خیلی هستن که آقا من ماه رمضان مثلا مشروب نمیخورم، میگم بابا تو به چی باور داری که مثلا ماه رمضان الان مشروب نمیخوری؟ ببین دینه براشون یوتیلایزد شده و تبدیل شده به یک ابزار فرهنگی. این تو بخشی از کامیونیتی هستی، اگر اون خط قرمز رو رد نکنی، حتی به عنوان یه بچه‌ای که اون حزب الله میدونه تو داری لاین کوک میزنی، میدونه داره دختر بازی میکنی، تا وقتی یه ریشی گذاشتی یه حاج آقایی میکنی، تو هنوز جز اون دیسکورسی. خب و خودت هم احساس میکنی که خیلی خب من توی دیسکورسی هم که یه معناهایی، یه خوبیایی، یه نیکیایی، یه امام حسینی هست، یه قرآنی هست، یه چیزایی هست، ما با اینا که دیگه کار نداریم. حالا یه کارایی ما میکنیم، بعدن هم میریم معذرت خواهی میکنیم، یه توبه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی سیستم داره به تو دروغ گفتن و دورو بودن رو یاد میده. ما چی داریم میگیم آقا ای کاش بشود جهانی باشه که تو این جهان سینت رو سپر کنی بگی من اینم. اون موقع وقتی میخوای سینت رو سپر کنی بگی من اینم، باید خوب باشی. اگر ببخشید آدم بی اخلاق زباله‌ای باشی، نمیتونی سینت رو سپر کنی، میدونی. ولی وقتی زباله هستی ولی زیر علم امام حسین سینه میزنی، زباله هستی ولی زیر چه میدونم به قرآن بی احترامی نمیکنی، ماه رمضان مثلا یه ریشی میذاری، در حقیقت داری یک نوعی از دروغ و یک پروفایل جعلی از خودت میسازی و تو اون گفتمان میمونی. حالا کار ندارم سوء استفاده‌های مالی و قدرتیش بکنار، برای همین من فکر میکنم کار امثال ماها مهمه، برای اینکه به یک سری از جوانایی که تو اون موقعیت نیستن ولی خودشون رو مقایسه میکنن، میگه ببین بابای من که ارزه نداشت بره مثلا مثل اینا، ما که آقازاده نشدیم، اینا هم که دارن جهان رو میخورن، حالا ما ببینیم چه جوری میتونیم از اینا بگیریم ما بخوریم. یعنی اینا هم فکر میکنن ارزش کاریه که این آقازاده داره میکنه، که با 4 تا دختر نیمه لخ دورشن، 4 تا لاین کوک هم جلوشه به قول تو، میره خارج از کشور بیچ هالیدهش میاد داخل کشور ماربیگه بود، ببینید چه قصرهایی داره. آره آره، و فکر میکنن این ارزشه. اتفاقا حد وظیفه اخلاقی ما اینه که نیکی رو در جهان نگه داریم، با آدما بگیم آقا نیک این نیست، اشتباه نگیرین، اینا پلیدهای این جهانن، اینا دروغگوهای این جهانن، اینا کسایی هن که دارن جهان رو جای بدتری میکنن، فکر نکنید مثل اینا رفتار کردن خوبه. و من فکر میکنم تاثیر میذاره، واقعا فکر میکنم یه سری از کسایی که ما رو دنبال میکنن، حداقل در مورد خودم بگم، میبینم کم کم فهمیدن که آقا خوبی خوبی است، نمیشه باش مماشات کرد. فکر نکنید این کسی که پول داره و هر کسافت کاری میکنه ما باید به سمت شرکت بکنیم. به سمت جهان بهتر اگر میخوایم بریم، این دردا رو باید بکشیم. به نظر من درد داره، جهان پر از درد و رنجی درش هستیم، ولی من هنوز به انسان امیدوارم، هنوز فکر میکنم میشه به نیچی فکر کرد واقعا. و میدونی یه چیزی که خیلی مشاهده میشه تو همین توییتر و ببخشید اینستاگرام و تمام فضاهای دیگه‌ای که بحث حقوق زنان یا حجاب اون چیزا میشه، حالا میدونی این ریشه این عقیده محافظه‌کاری و سنتی و مذهبی تو آدمای خیلی عادی هم میبینی. و
میگن نه ما حجابو ورداریم که همه مثل فحاششن مثل غرب و همه چیز مثل پورن هاب و فلان. آقا قرار نیستش که این اتفاق بیفته که. اون تصور خودته که داری پروجکت میکنی، اون انسیکیوریتی های خودته که داری پروجکت میکنی. من یعنی سلیپری سلوپ. یه چیزی میگفتش که دنت یه مقایسه خوبی میکرد. دنت یکی از همین ایفیست های معروف میشناسیش احتمالا، فیلسوف ذهن اونا، خیلی مقایسه جالبی میکرد. میگفت ببین یه سری جوامع هستن، جوامعی هن که دارن از بین میرن، یعنی دارن جامعه داره فروپاشی میشه. اصطلاحش هم هستش که سوسایتی که داره به سمت کیاس میره، حالا ترم انگلیسی شدم بیاد میگم، قدرت، تمرکز قدرت داره از بین میره و جامعه داره، یعنی سیستم داره فروپاشی میشه. خب و اینجور مدل ها، اینجور سیستم ها، تو وقتی یه آدمی توش هست که تو خود سیستمه، اگه ازش بپرسی که آقا سرمایه گذاری بکنم، اون کسی که تو سیستمه ولی داره میبینه سیستم داره فروپاشی میشه، داره میبینه فردا ممکنه دولت نباشه، فردا ممکنه بانک مرکزی ورشکست بشه، فردا ممکنه اصلا نصف ارتش کودتا بکنه، داره میبینه، ولی چی کار میکنه؟ پیش خوش میگه اگه من به این بگم نبرو، دارم کمک میکنم به این عدم استبیلیتی که داره ایجاد میشه و دارم از بین رفتن جامعه کمک میکنم. مثل جامعه مثل سوریه، مثل مثلا بعضی کشورهای آفریقایی که اینا فیلد استیت هستن در حقیقت. فیلد استیت شاید کلمه خوبی باشه براش. خب چی کار میکنه؟ میگه نه آقا سرمایه گذاری کن، نه بیا مثلا اینجا بود تو خرج. میگه در مورد مذهبم همینه، میگه کسی که فکر میکنه الان جامعه توی حد بدی، بی اخلاقی اومده، بی بندوباری اومده، دراگ اومده، حالا من چیکار کنم؟ به آدما بگم نه آقا خدایی هست، جهان دیگری، حتی اگر خودم هم شک دارم، حتی اگر خودم هم میدونم که دیگه این باورا به درد نمیخوره، میگم اگه اینم از این جوونه بگیرم، از این بچه‌ام بگیرم، معلوم نیست چه بلایی سرش میاد. به این فکر نمیکنه که آقا من لزوما به سمت فیل استیت نمیری، میتونم حقیقتو بهش درس بدم، میتونم بگم بچه جان اهل حقیقت باش، حقیقت تو رو به مسیر اخلاق میبره، تو وقتی راست بگی و صداقت داشتی با آدما، خود به خود اخلاقی میشی. لزومی نداره یه خدا بهت بگه که اخلاقی باش و فکر کنی جهان همه هر کی بی خداست بی اخلاقه، نه اینطوری نیست. من خودم تجربه خودم همین امروز صبح دیروز، یکی از همسایه‌های ما که یه خانم ایفیست هندی، نصفش هندی نصفش انگلیسی، طبقه اول، تق 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 این کیف پول منو پیدا کرده بود، من تازه فهمیدم ایفیست، بعد اینکه باش حرف زدم هیچ وقت نمیشناختمش. زنگ زد که آقا یه کیف پول تو این فلت شما، توش هم 100 پوند پول بود، تمام کارتای من بود، 3 روز 4 روز گشته بوده تو بیلدینگ که آقا این فلانی چرا جواب نمیده، کجاست؟ من خونه نبودم. آورد گفت میدونی چقدر پول توشه؟ گفتم 100 پوند توشه. گفت درسته، بیا 100 پوند. ببین پس آدما میتونن بفهمن که نیکی کردن، یه آدم ایفیست میتونه بفهمه نیکی کردن یه چیز خوبیه. من خوب نیست اگه پول این آدرو برم خرج کنم، خودم میشم دوست، من پیش خودم میشم دوست، دوست ندارم برای 100 پوند خودم بگم دوست، و این خیلی چیز عجیبی نیست فهمیدنش واقعا. میدونی این مسئله که بعضی وقتا پیش میاد که شاید بحث بزرگتر و عمیق‌تری باشه، ولی برای من با چند تا اپیزود تو رو بیارم، چون انقدر سوال زیاد دارم ازت و میتونم بچه‌هام کلی سوال خودتونم بنویسین از بچه‌ها برای وریا که سری بعدی بریم در موردشون صحبت کنیم. میدونی بحث حقیقته، میدونی این حقیقت، میدونی آیا یه چیزیه که ثابته، آیا یه چیزی که در حال خیلی فلویده و قابل تغییره. و مثلا خب بازم میگم چون ما تجربه ایرانو داریم و مسئله ایران میگم و اتفاقی که برای خانواده من افتاد و اطلاعات سپار ریختن خونمونو گرفتن و بابا و فلان، یعنی مثلا ما اینا که دیل میکردم هنوزم برام خیلی سواله که اینا حالا درجه پایینش، درجه وسطش، درجه بالاش، این حقیقت برای اینا چجوری تعریف میشه؟ یعنی چقدر باور دارن این شعر و ورایی که دارن خودشون وراجی میکنن و پروپاگانداشون دارن بزرگ میکنن، اینا رو میگن این دروغا رو که شب راحت تر بخوابن، احساس قدرت بیشتری بکنن، یا نه واقعا داره باور داره به اون حقیقت؟ حالا اون دا بحث چارچوب ایرانیشه، یا میگم تو این ور دنیا ما دیدیم که سودو ساینس های جدید کریستال و میستال و فلان و اونم آدم برای خودش یه باور و یه حقیقتی میسازه، یعنی میخوام بگم این حقیقت برای آدما، و آیا این، یعنی part the first part of the question، و آیا اصلا مهم اون حقیقت درست باشه نه؟ اگه آدم داره به اون باور داره، حداقل اگه داره کار خوب خیر تو زندگیش میکنه، من میگم باور داشته باشه به هر چیزی، ولی متاسفانه خیلی وقتا اون باور به اون حقیقت نسبی و واقعی خودشون
باعث میشه که تصمیمای بدی بگیرن یا نصیحتای بد غیر ساینتیفیک بدن یا آدما رو دستگیر کنن الکی بکنن تو زندان. این منظورم نمیدونم پوینتی که دارم سعی میکنم برسونم متوجه میشی؟ من میفهمم. خب برای همین میگم حقیقت مهمه. ببین یه تعریفی از حقیقت اگر بدی، من بهترین ساده ترین تعریفی که میتونم بگم که منظورم چیه اینه که تصویری که من از واقعیت دارم این تصویر درستی باشه. یعنی چی؟ یعنی به گونه تصویر من به حقیقت رسیدم. یعنی مثلا اگر من میدونم که زمین دیگه دور خورشید میگرده، خورشید دور زمین نمیگرده، این یک حقیقت در مورد هستی است. بعضی حقیقت ها هم حقایق منطقی هستند، مثل 2+2=4، مثل مجموعه زوایای داخلی مثلث 80 درجه، اینا حقایق منطقی هستند، با اینا هم نمیشه شوخی کرد. این دو تا حقیقت، یکی حقیقت در مورد امور واقع، یکی حقیقت در مورد اشیای منطق ریاضی. یه چیز دیگه هم هست، روش من برای کشف حقیقت. آیا من دارم از بهترین روشی که فکر میکنم بهترین روش کشف حقیقته میرم جلو، یا دارم از طریق ایمان میرم جلو؟ آیا میدونم که ایمان ممکنه منو به سمت حقیقت نبره؟ آیا حاضرم برای چیزی که حالمو خوب میکنه حقیقتو قربانی کنم و اسمشو بذارم حقیقت؟ خیلی از دیندارا اینجوریان، میدونن که فرگشت درسته، میدونن که نمیدونن داستانای دینی غلطه، میدونن آدم و حوا نمیتونه وجود داشته باشه، میدونن آقا این داستان نبوت، خدا اومده با یک حرف زده، این پذیرفتنی نیست، ولی میگه آقا حال منو بهتر میکنه، پس میگم حقیقته. یعنی من به جای اینکه قانع بشم واقعا اونجوری که باید قانع بشم، میگم نه، به زور خودم رو قانع کنم، بگم پذیرفتم برای اینکه حالم بهتر میشه. این میشه چی؟ این میشه مماشات با حقیقت. یعنی که اون چیزی که واقعا درسته آنچنان برای من مهم نیست، حالی که ازش پیدا میکنم اون وقت چی کار میتونم بکنم؟ اون وقت دیگه میتونم در مورد سیستم ذهنیم هم دروغ بگم. یعنی چی؟ یعنی من مثلا باور دارم که آقا الان چه میدونم اینجا روی در جیب من مثلا جیبم خالیه، ولی به رامین چی میگم؟ میگم الان تو جیب من مثلا چه میدونم 200 پوند پوله. خب دارم چی به رامین میگم؟ میگم من باور دارم که تو جیبم 200 پونده. این خیلی نکته مهمیه، به تو نمیگم. لزوما فقط یه اشتباه در مورد جهان، در مورد هستی به تو نمیگم، یک تصویر غلط از هستی، چون هستیه که من توش جیبم خالیه، دارم یه چیز غلط در مورد یونیورس به تو میگم. در این حال یه دروغ دیگه هم دارم بهت میگم، دارم میگم از تصویر ذهنی خودم هم یه تصویر غلط دارم به تو میدم، دارم میگم خودم باور دارم که در جیبم 200 است، در حالی که میدونم تو جیبم 200 نیست. خب اون موقع این مدل این مدل دروغ ها، این مدل اینسنسریتی ها و عدم صداقت ها میشود تحملش کرد. یعنی میگه آقا من چون باور دارم به یه حقیقتی که فکر میکنم هست و خوبه اگر باشد، حالا دیگه موجهم به خاطرش دروغ بگم، به خاطرش آدم ها رو اذیت کنم، به خاطرش سانسور کنم، به خاطرش شکنجه کنم. چرا؟ چون اگر اینا رو ول کنم و بخوام هر کسی حرف بزنه، بخوام همه حقایقو بگم، اصلا ممکنه به سمت اونی که من میخوام نریم. آدما بخوام به سمت جامعه سکولار یه جور دیگه برن، ولی اون که خوب نیست، من دلم میخواد اینجوری بریم، پس حالا موجه هم دروغ بگم. یعنی آخرش باز میرسیم به حقیقت، من فکر میکنم. و یه مسئله که ایجاد میشه مثلا توی جهاواز ویتنس میبینیم و مثلا با همه آدمای مسئله شاهدان یهوه، آره، و اینکه اونا هرچی آدم بیشتر کانورت کنن درجهشون میره بالاتر، میدونی، تو اون بهشت، تو اون افتر لایف. آره. و این فکر میکنم از عدم و نیاز تایید هستش. یعنی ما انسان ها به خاطر تایید شدن سعی میکنیم بریم افکار خودمون، عقاید خودمون رو تحمیل کنیم بر دیگران، میدونی، این نیازه. و نمیدونم چون آدمی که چالش میشه یا عقایدشو اصلا برای من هایپرایجان ترین چیز اینه که بهم ثابت بشه که یه فکرم اشتباهه، بگم ای ولی تو جدید یاد گرفتم. همیشه هم ذهنیت خودم رو به حدی باز میذارم که همه زوایا رو گوش کنم، بتونم از خودم یه قضاوت درستی بکنم در مورد یه بحثی و هیچ وقت حالت دوگماتیکی نداشته باشم. و این ولی اون خب این بخشی از حقیقت جوییه. یعنی تو داری میگی آقا من میدونم که دوگماتیزم منو از حقیقت دور میکنه، چون اگه دوگم باشم روی موضع دارم پافشاری میکنم. از کجا معلوم این موضع درست باشه؟ شاید اون یکی موضع درست باشه. این باعث میشه من حقیقت رو نفهمم، باعث میشه از حقیقت دور بشم. برای همین دوگماتیزم بده. در حقیقت داری همینو میگی. آره دیگه، دقیقاً همینه. و میگم اون نیاز برای تایید فکرم بازم ریشه‌اش برمیگره ترس از تنهایی، حالا چه آگاهانه باشه چه نه. چون نمیخوایم تنها باشیم، چون نمیخوایم تو باورامون به خصوص تنها باشیم، این نیاز به این تایید و این تحمیل و این خود دست به خشونت یا به هر چی حاضرین بزنیم. حالا میگم باز جنبنده نیست، این یه برداشت کاملا سابجکتیو شخصی خود منه، که بتونیم از اون تنهایی خودمون در بیایم. یعنی هممون تا حدی این کارو میکنیم، میدونی، و دوست داریم دور و بر خودمون آدمایی هم جمع کنیم که
نزدیکتر طرز فکرشون به خودمون، عقایدشون، طیف سیاسیشون، هر چی. من خودم حتی به زورم شده سعی میکنم دوستایی داشته باشم که مخالف همدیگه‌ن و حتی با همدیگه بشینیم بحث کنیم و اینا، چون اینجوری هورایزن های من، افقای منم بازتر میشن، بزرگتر میشن اگه بتونم از زاویه های مخالف و مختلفی بتونم دنیا رو نگاه کنم. کاملا درسته، برای همین مذهبا کار میکنن، برای اینکه به تو کامیونیتی میدن، به تو میگن آقا بیای کنار ما، وارد ما بشی، تو وارد کامیونیتی میشی، میشی برادر. چه میدونم، مارکو به من توی کلیسا میگفتم، خب سالها کلیسا میرفتم، هنوزم میرم، دوست دارم، خب ولی دیگه الان گفتم دیگه ایفیستم، خیلی هاشون برام هنوز دعا میکنن، کار ندارم. ولی تو وقتی وارد، آره، مدرسه هم که رفتم، مدرسه مسیحی رفتم، میگن آقا تو اگر جزء مایی و باورای ما رو پذیرفتی، ما دیگه برای برادر ما میشی، جزء کامیونیتی هستی، ولی تا وقتی که باورای ما رو چالش نکنی. خیلی از دوستای مسیحی منو ترک کردن. میدونی چقدر غمگین بود برای من که آقا من با اینا بزرگ شده بودم، آخه چرا منو ترک کردین؟ من که دوستتون دارم، فقط برای این که من دیگه باورم رو از دست دادم. و این اتفاق برای خیلی جدی میفته ها، یعنی که طرف خانوادهش طرد میشه. و شاهدان یهوه که میگی دقیقا این کار میکنن، تا یه حدی بات میان، بعد که ببینن باور نمیکنی ترکت میکنن. یعنی میگن اگر زور نزد برات، براشون مهم نیست که آقا یه انسان، من با این میتونم یه رابطه یه انسانی داشته باشم، حتی اگر نتونه این من باور به هستی پیدا بکنه، خب روشش ایمان منو نپذیره، ولی این یه انسانه، میتونه دوست من باشه، میتونه با من شریک بشه، این رمز و راز هستی رو با هم را بریم کنار هم زیر آسمون پرستاره و از بودن خودمون شاد باشیم در کنار هم. ولی اینا براشون مهم نیست. میگه تا وقتی مثل من فکر میکنی، و دین متاسفانه این کارو میکنه و خیلی خطرناکه به نظر من. امروز خبر جیمز وب و عکسای جدید اومد بیرون، و یا دیروز بود، و چقدرم جذاب که آدم میتونه نگاهی بندازه به گوشهای کهکشانی که تا حالا ما با چشای خودمون نتونستیم ببینیم به این شکل، اینقدر واضح، و چقدر حقایقی رو برای ما روشن‌تر خواهد کرد و چقدر سوالات بیشتری هم برای ما ایجاد خواهد کرد مسلماً. و اینکه دوست داشتم بذاره در مورد آینده علم و اعتقادات، یه سریال بود Raised by Wolves، نمیدونم دیدی یا نه. آره دیدم، سیزن دوشم جدیدن اومد دیدم. آره. متاسفانه سیزن سه هم دیگه نداره. آره کنسل کردن آشکار، خیلی هم با خوبی به که بهترین شو بود که میدونی دنیای آینده بود که جنگ بین ایتیست و خدا باورا بود، و خیلی خیلی جالب درست کردن جوری که بازی با AI و اخلاقیات و تمام خدا و تمام این انتیتی های، حالا یه سریش خیلی زیادش سایفای و اینام بود، ولی آره الان چون تو دنیا تو آمار اگه نگاه کنی، کشور مدرنی مثل آمریکا یه رقم گنده ای اگه اشتباه نکنم حتی اکثریت جامعه به یه خدای باور دارن بر اساس آمار، حالا حدودا 20% حدودا ایفیست داره آمریکا، 20% کامل ناباور، ولی آره به نظر میاد دیندارایی که رسما پروفس کردن که دیندارن چیزی بین 70-80% آره. و میگم دیگه، حالا میگم نمیدونم، من حتی مثلا دوستم اینجا یه دوست ایرلندی دارم که همه جور همه کار میکنه، ولی اون کاتولیکه توش کاتولیک پروتستان، فکرم کاتولیک بودین، اگه ایرلند جنوبی باشه کاتولیک، اگه ایرلند شمالی باشه پروتستانه. آره. اونی که مستقل جنوبیه پس کاتولیکه. آره کاتولیکه. آره. ولی اون مثلا هنوز میگم خودش یه رو خلافکار همه گو میخوره، ولی مثلا بازم میگم اون کاتولیسیسم خودشو داره و جالبه. ولی میخوام اینو بدونم، یعنی با اینکه هنوز جمعیت گنده از دنیا، ما یک چقدر مسلمان داریم؟ مثلا 1.5 میلیارد مسلمان داریم فکر کنم، نه یه رقم خیلی زیادیه، بیشتر از 1.5 میلیارد هم هستن، 1.6 1.7. آره. مسیحی چقدر داریم؟ 2.1 بیلیون. آره. کلمی فکر کنم خیلی کمتر باشه چون اونا سخت‌تره. 20 میلیون. آره 15-20 میلیون. هندویزم و بودیزم هم فکر میکنم بعدیاست، اونا هم دوربر 1 میلیاردن. آره. یعنی تو نکن یه جمعیت گنده ای از کره زمین یعنی هم معتقدن به همین. مثلا با اینکه خودم میگم خیلی مشکل دارم، مثلا من خیلی ضد این حرفا و این حملایم به آدمای مذهبی، به خاطر اینکه تو یه بلانکت داری رو 4 میلیارد، نمیتونی یه پتو بکشی رو 4-5 میلیارد نفر رو کریزن بگه همشون احمق و ابلهن و بیشور. این فوش شدن چیزی رو حل نمیکنه اصلا هیچ چیزی رو حل نمیکنه.
فقط دشمنی رو زیاد میکنه و نکته مشکلم اینه که در شرایط سخت آدما بیشتر میرن سراغ دین. ببین نمیدونم تو این تجربه داشتی یا نه، من تا قبل از سالهای 2016-17 که یه ذره اوضاع خراب بشه، هی جهان آنستیبل تر بشه، خیلی آمارام اینو نشون میداد که تا حدوداً تا 2019-2020 ایفیزم هی داشت گسترده تر میشد، بیشتر میشد. از زمان کووید و از زمان جنگ‌های خاورمیانه یه مقدار بدتر شده اوضاع. چرا؟ برای اینکه وقتی آدم ها اوضاع اقتصادی خوبه، وقتی حالشون خوبه، پزشکی دارن، بهداشت دارن، نمیدونم کار دارن، تفریح دارن، هنر هست، همه اینا هست، تو جا داری برای اینکه باورتو نقد بکنی. ولی وقتی یه ذره آنستیبل شد جهان، یه ذره احساس ترس و ناامنی کردی، اون وقت میخوای به یک چیزی پناه ببری که به تو آرامش بده، به راحتی میتونی به چاه خرافات بیفتی. برای همین من فکر میکنم اولین چیزی که ما احتیاج داریم که به سمت همون علم جهانی حرکت بکنیم که جیمز وب میفرسته، که جهان آینده باید همچین جهانی باشه که الان داریم تا 200 میلیون سال بعد از بیگ بنگ رو داریم میبینیم که خیلی خیلی نزدیکه به بیگ بنگ، خیلی نزدیکه به بیگ بنگ، اصلا مایند بلوینگ. به همچین جهانی میخوایم حرکت بکنیم، نیاز داریم که نیازهای اولیه بشر رو تامین بکنیم. همون هرم مزلو که خودت میدونی که طرف جا داشته باشه، مکان داشته باشه، چه میدونم بتونه حتی غریزه هاشو برطرف بکنه. توی جهان جدید 35% از پسرها تا 30 سالگی ورجینن توی همین اروپای غربی. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا دلایلش عجیب غریبه که تمام زنها متمایل شدن به سمت یک نوعی از مردها که تو سوشال میدیا اینا مرد ایدئال هستن و خیلی ها اصلا نمیتونن دوست دختر بگیرن و اصلا بدبختی های عجیب غریب ما تو این جهان داریم. یعنی وقتی این نیازا برطرف نمیشه، تو نمیتونی در مورد باورهام صحبت بکنی. و من فکر میکنم الان ریز بای وولف رو گفتیم، من پیشنهاد میدم همه دوست بچه‌ها ببینن، خیلی سریال بامزه جالبیه. اگر ما نتونیم به آدما نشون بدیم که آقا اون چیزی که باعث میشه رفتار ما، موتور رفتار ما روشن بشه، باورمونه، چون من باید باور داشته باشم به یک چیزی که باعث بشه رفتاری رو بکنم. اگه باور تغییر نکنه، من همون رفتار رو میکنم. وقتی باور تغییر کرد، اون وقت میتونم وقتی یه هم جنسگرا همسایم شد بهش احترام بذارم، وگرنه فکر میکنم نجس تو راه رو هم ببینم، دوتا فوشم ممکنه بهش بدم، بچه‌مم بکشم که نبینه. یعنی حالشو بد بکنم، تازه این یه کمترین حالتشه. اگر باور من تغییر نکنه، من هنوز در دیگری درد و رنج ایجاد میکنم. کل حرف ما همینه. من حتی اکستندش کردم به حیوانات. اگر ما نتونیم به جهانی فکر کنیم که در این جهان درد و رنج رو قرار کم بکنیم، همین کارو انجام میدیم، حیونا رو شکنجه میدیم که داریم میدیم و کره زمین رو داریم نابود میکنیم که داریم میکنیم. برای همین من فکر میکنم که اخلاق فقط اینجا در نظر گرفتن حق دیندارا و حق ایفیستا و حق زن و حق کودکان نیست، در نظر گرفتن موجودات دیگر غیر انسانی هم هست که درد و رنج رو حس میکنن مثل حیوانا. و این حرفا برای خیلی از دوستان ایفیست من خوبم نیست، یعنی حال نمیکنن. یه سری از دوستان من اصلا با من مخالفم، میگن آقا چرا انقدر حرف از گیاهخواری میزنی، و مخالفای جدی ان، براشون خیلی سخته. من میگم آقا اگر دینو من نقد میکنم و اونا انقدر دردشون میاد، شما خوشحالید و میبینید من همش دیبیت دارم میکنم با دیندار دیگه، اولو دوستان میتونن روی یوتیوب من ببینن، یه دیبیت هم هفته دیگه دارم. اگر دیبیت های منو میشنوید خوشتون میاد که دیندارا چه میدونم شکست میخورن اونجا، شما انتظار داری که دینداره دردش بگیره و تحمل بکنه درد رو، که آقا این داره باورای منو میریزه به هم، داره دیگه و تو میگید باید که آقا دردت خوب به سرت اومد، یه عمر ماها رو خفه کردین. خب همین حالت در مورد خودتون هم هست. اگر حرف من درست باشه در مورد گیاهخواری، آیا این ظرفیت رو دارین که باورای خودتون رو در مورد رژیم غذایی تغییر بدین یا نه؟ ببخشید حالا. نه تو خیلی جالب، من میگم یه ذره بیشتر در مورد داستان ویجیتریانیسم صحبت کن برام یه ذره. ما چون میدونیم از لحاظ صنعتی خب فارمینگ فارسی چی میشه، مزرعه داری صنعتی کاملا به زیان کره زمین، یعنی این دیگه از خیلی لحاظ ثابت شده. من حالا خودم خیلی اونقدر تحقیق، من چند سالی خودم ویجیتریان بودم، توی دوره فاز هیپی توری داشتم، بعد دوباره یهو برگشتم. و ولی سوالم بیشتر اینه که بنا به نمیدونم، میگم یه بحث علمی هم هست که آقا چقدر واقعا نیاز داریم به پروتئین های گوشت و اینا برای اِوولوشن و برای بیولوژی خودمون و اینا، اونم یه سوالیه. ولی آیا واقعا تو دنیای امروز
کاملا میتونیم خودکفا باشیم بدون نیاز به گوش؟ و آیا میشه یه روزی گوشت لبراتوری درست کرد با همین حس؟ اون که آره اون که دارن کار میکنن. من فکر میکنم قبل از اینکه همه جهان بخوام ویجیتریان یا ویگن بشن، گوشت میاد به بازار، گوشت چیز میاد. ولی در حقیقت کیس ما چی هست؟ اینه که آقا ما دو تا دلیل خوب داریم، حداقل 4 تا بگم، ولی حالا من دو تاشو میگم. 4 تاش اینه: یکیش حقوق حیوانات، دو محیط زیست، سه جلوگیری از یک پندمیک، 4 سلامت شخصی. حالا 3 و 4ش به کنار، 1 و 2ش من فکر میکنم به اندازه کافی دلیل هست که ما گوشت نخوریم. چرا؟ یک، دامداری صنعتی به شدت داره جنایت میکنه در حق یک سری موجودی که توانایی درد و رنج دارن، اینها رو در جهنم به دنیا میاره، در جهنم نگه میداره، در جهنم میکشه. یعنی فرض کنید انسان رو یه سری غول اومدن ماها رو گرفتن کشت میدن، به زور مادرامون رو حامله میکنن، بعد به زور از تو رحمشون میکشنمون بیرون، بعد به سینه های مادرمون شیر وصل میکنن، جلوی چشم مادرمون سر ما رو میبرن، جلوی چشم ما سر مادرمون رو میبرن، و اینطوری این مدلی دارن زندگی میکنن و به نظرشون هم هست طبیعی عادیه. تازه میشینن از هنر و از فلسفه و از این چیزا هم برای خودشون میفلسفن، اصلا نمیبینن که چه درد و رنجی در ما دارن ایجاد میکنن. این کاری که با حیوانا داریم میکنیم. و محیط زیست که به شدت داریم از بین میبریم، یعنی یه چیزی حدود 80% از زمین هایی که ما داریم زیر کشت بردیم، 80%ش فقط برای حیوانات و دامه که به اونا بدیم اونا بخورن، گوشت به ما بدن که 1/6 اون پروتئینی رو که میگیرن به ما پس میدن، که اصلا وحشتناکه. حالا بگذاریم، من میخوام بگم این دو دلیل کافی است که ما ببینیم آیا بدون گوشت اگر میشه زندگی کرد دیگه اخلاقی است گوشت بخوریم یا نه. من و پاسخ اینه که میشه. تمام تحقیقات پزشکی که من تو تمام دیبیتام بارها آوردم، بازم میارم حالا، که نشون میده که یک رژیم غذای گیاهخوارانه یا ویگن، اینا جز سالم ترین رژیم ها هستن، به جز اینکه حالا ادعی میگن حتی سرطان ها رو کم میکنه، ولی شما سالم میتونی زندگی کنی، هیچ احتیاجی ما به گوشت نداریم. و این مغالطاتی که میکنن دندون نیش داریم، و بله اسبابی هم دندون نیش داره ولی گیاهخواره، بزرگترین دندون نیش رو داره، نمیدونم گوزن هست که دندون نیش داره ولی گیاهخواره، و اینکه ما بنا به طبیعتمون گیاهخواریم یا اگه گوشت نمیخوردیم اینجا نمیمدیم، همه اینا مغالطاته. ما الان میتونیم انتخاب کنیم که وقتی میریم رستوران این غذا رو که میبینیم به جای استیک من این غذا میتونم این کارو بکنم، فقط بعد لذت گوشت خوردن. آیا لذتی که من از گوشت میبرم به اندازه درد و رنجی که برای اون گاو یا اون گوسفند یا اون مرغ ایجاد شده میارزه؟ من فکر میکنم ارزش جان اون بالاتر از لذت منه. اگر نیاز داشتیم حتما، اگر چاره ای نداشتیم مثل شیر تو جنگل، من میفهمیدم شیر تو جنگل طبیعتشه، ولی we don't have to لزومی نداره این کار بکنیم. میتونیم تغییرش بدیم و هم زمین رو نجات بدیم. یکی از حدوداً 20% از گازهای گلخانه‌ای که داره تولید میشه مربوط به کشت چیز دامپروری صنعتیه. هم به گرمایش کره زمین میتونیم جلوشو بگیریم و کمک بکنیم، هم شکنجه حیوانات رو کم میکنیم، در این حال این صنعت بی اخلاق مافیایی رو هم وادار میکنیم که بره به سمت گوشت مصنوعی، بره به سمت شیر گیاهی، بره به سمتی که کاستمرهای مثل ما میخوان مصرف بکنن. و بعد اگر به سمت گوشت مصنوعی بریم چرا که نه، میتونیم استیکمون هم بخوریم، درد و رنج هم در کسی ایجاد نکنیم. واقعا خیلی قانع کننده است توجیه و بحثایی که میکنیم. من فکر میکنم که آدم ها انقدر دوست دارن گوشت، یه جوری بالاخره خودشونو توجیه میکنن که من بدون استیک هم نمیتونم زندگی کنم. ولی مثلا یه سوال دیگه که مثلا برام پیش همین، مثلا من سر کار آشپزی میکنم و اینا، بعد مثلا اون روزی اکسترمینیتور آورده بودن که موشا رو بکشه، تو موش نتونه. بعد مثلا یه رو اکسترمینیتور میگفت یه جفت موش مثلا میتونه سالی 5000 تا بچه داره. یعنی هی تولید مثل کنن و به 5000 تا بسه، یه تصاعدی عجیب غریبی بود. من خودم مثلا موش میبینم و هیچ وقت زندگیم نکاشم، مثلا دلم نمیخواد موشو بکشم، میگم به من چیکار دارم. ولی حالا این یه مثال کوچیکه این، ولی به حالت خیلی به خاطر خب ازدحام جمعیت، به خاطر صنعتی شدن یه سری محله ها و جاهای سکونت انسان ها و حتی دشت و بیابونا، یه سری حیواناتی که حالت مثل آفتور اگه زیاد بشن اونا هم یه ضرر گنده‌ای میزنن به اکوسیستم اون محیط. یعنی اون بخش ناچار ماست، یعنی ناچاریم یه کاری رو ناچاریم بکنیم. من میگم حتی کشاورزی هم میکنیم، یه بخشی از حشرات رو میکشیم، بخشی از جونده ها رو خونشون رو خراب میکنیم، دیگه اون دستمون کاری بر نمیاد. من میگم اینا رو من میفهمم. تو بیشتر بحث روی اون انتخاب فردی آگاهانه شخصیه این در است که ما داریم که میتونیم اون تصمیمو بگیریم برای اینکه من کمتر به خاطر لذت خودم یه ضرری بزنم. دقیقاً
درست. یعنی میگم لذت من باعث نمیشه درد رو. من میگم آقا یه جاهایی رو نیاز دارم. کاریش نمیتونم بکنم. من نمیتونم تو خونم موش بیاد. مجبورم چه میدونم یک سمینیتر بیارم. اینو دیگه میفهمم. خب. ولی اگه آدم اخلاقی باشم سوراخا رو میبندم یه جوری که موش اصلا نتونه تو بیاد که دیگه مجبورش هم بکشمش. خب این یه مرحله. حالا بگذاریم. ولی من این گندمی هم که دارم میخورم باعث شده یه عالمه حشره مردن، یه عالمه خرگوش شد چه من موش و اینا خونهشون از بین رفته. اینا رو دیگه دستم کاری بر نمیاد. در این حد من دست. ولی میتونم دامداری صنعتی رو که به طور روزمره داره جنایت میکنه در حد یه سری در حق یک سری موجود اینو کمش کنم، حداقل از کم کردن درد که میتونم. ثانیاً به کره زمین کمک بکنم، چند گونگی حیات از بین نره، زمین های کشاورزی نصف بیشترش آزاد میشه برمیگرده تو طبیعت اگر ما رژیممون رو تغییر بدیم. یعنی یه عالمه سود داره که من میبینم خب تصمیم منه آیا میتونم لذتمو کم کنم برای اینکه به این هدف اخلاقی برسم. فکر میکنم میتونم. و اتفاقا نشانه خوبیه برای ایفیستا که نشون بدن آقا ما بدون باور به خدای شما میتونیم انقدر اخلاقی باشیم، که شما تو روز عید قربان میرید این همه گوسفند قربانی میکنید برای خدای خونخارتون، برای خدایی که قابیلش از حابیل گوسفند قبول میکنه ولی از قابیل گندم قبول نمیکنه، خدایی که طوفان میفرسته همه مردم جهان رو میکشه، خدایی که به یفتاح دستور میده دخترش رو برای خودش قربانی کنه، خدایی که چه میدونم پسر خودش رو میفرسته دوباره قربانی، بلاد ساکریفایس، خون، خدای خونخار، بعدم که به دستور میده روز عید قربان این همه حیوان رو بکشی، من از خدای تو اخلاقی ترم. این خیلی پیام خوبیه که میشه بهشون داد. آره. به نظرم اینجا خیلی جای خوبیه که تمام کنیم با این مخلصی. با این داستان. و خیلی خوشحال شدم وریا که اومدی و امروز با هم صحبت کردی. یعنی میگم من خیلی سوال اصلا اینقدر سوال هنوز دارم برات که واقعا خیلی خوشحال میشم که برگردی و دوباره با هم ادامه بدیم. چون مطمئنم بچه هم براشون کلی سوالاتی پیش میاد و آدم بتونه بره یه مروری بکنه به حرفایی که زده شد و ادامه بدیم بحث با هم. من که خودتو دوست دارم، انرژی خوبی داره گفتگو باهات که اصلا هی منو میکشه میبره، هی حواسم پرت میشه یا پنج دقیقه حرف میزنم. نه خیلی همینه دیگه. من خودم یه عمر دارم فیک میذارم. اون اولی که فقط خودم تنها مست و چت میذارم جلوی دوربین ساعت من یه حرفامو زدم بیشترم. الان بیشتر کنترلم حرفای دیگران رو گوش بدم و بشنوم. دمت گرم که اومدی وریا. با هم در تماسیم. ممنون. مرسی از تو. میبینم. شدم تعطیل و خاکستری مثل یه شنبه شدم.